اینجا سیسیل، یه جزیره خطرناک در جنوب ایتالیا، جایی که زادگاه مافیاست. مساحت سیسیل 25721 کیلومتر مربع، خود مختاره، قانون شبیه هیچ جای دیگه ای نیست. 67 تا بیمارستان داره، اما از زندانهاش هیچ آمار دقیقی در دست نیست. یه نکته رو یادتون نره، کسب و کار بیشتر اهالی اینجا مرگ. اینجا یه مثل دارن که میگه ایکو دردی مؤیون و علفین دلفیل، یعنی ترسو آخر فیلم میمیرن. سیسیل آب و هوای معتدل و سواحل خیلی زیبایی داره. برای همینم حتما برای مسافرت پیشنهاد میشه. نگران نباشید، این صداها برای بچه‌های سیسیل حکم لالایی رو داره. درسته که سیسیل همیشه با مافیاش شناخته شده، اما سیسیل ما یه مهمون ناخونده داره، زودیاک. یه قاتل سریالی که وارد شهر شده و به جان شهروندا و مافیا افتاده. آیا دشمنی با زودیاک میتونه برای اولین بار شهروندا و مافیا رو با هم متحد کنه؟ باید صبر کنیم و ببینیم. اینجا شب‌های مافیا، زودیاک. به سیسیل ما خوش اومدی. Thank you.
سلام سلام سلام. مخلصیم مخلصیم. مسیسیل خوش آمدید، بفرمایید. مخلصیم مخلصیم. خیلی جذابه امروز و امشب در کنار شما. من با سام درخشانی و خانم شیدا خلیق قبلا کار مشترک داشتم، ولی با بقیه نه. از ته قلبم میگم برام باعث افتخاره که با تک تک شما توی یه قاب دیده میشم. با حسین فورکریمی، علی لهراسبی، هلیا امامی، مینا وحید، امیر حسین هاشمی، کوروش تهامی، شیدا خلیق، دیبا زاهدی، سام درخشانی، امیر عباس گلاب، بهرنگ علوی و شهرام قائدی. خیلی جذابی، لباساتون انقدر جذابه آدم فکر میکنه الان باید بلند شیم بگیم تو را از بین خوبان برگزیدم. آره واقعا یه حس اینجوری الان داره. از گرجستان یا از تهران؟ گرجستان یه جا دیگه هم بود، نه دو جا بود فکر کنم. باغ دانیال. باغ دانیال. آره. شب‌های مافیا بعد از دو سال به پلتفرم فیلیمو برگشته، این بار شب‌های مافیا زودیاک. اینکه چرا زودیاک؟ زودیاک یک نقش مستقله، یک سریال کیلره، یک قاتل سریالیه که نه مافیاست نه شهرونده و قرار هم نیست که در ادامه بازی به ساید مافیاها و شهروندها اضافه بشه، تا آخر مستقل میمونه. حالا در توضیح بازی بیشتر راجبش توضیح میدم. میدونم تقریبا یک ماه تمرین کردید مفصل، خیلی جدی بازی کردید. دوست دارم یه تشکر بکنم از محمد رضا معزنزاده که با حوصله این بازی رو برای همه توضیح داد. واقعا یه گرداننده درجه یک مافیاست که توی خیلی از کافه ها بازی کرده. من فکر میکنم سناریوی ما بسیار سناریوی جذابیه و امیدوارم بعد از پخش شبهای مافیا زودیاک در خیلی از کافه ها، خونه ها، گعده ها و مهمانی ها شبهای مافیا زودیاک بازی بشه. روی میزاتون نوشیدنی های حامی برنامه هست، حامی مالی برنامه، هیدی و واندی، که هیدی در واقع ماه و شعیره، میتونید استفاده کنید برای کلیاتون خوبه. واندی اگر که انرژیتون احیانا یه خورده کم شد میتونید استفاده کنید. آبم که هست فقط کم هست. آره دیگه خیلی تونتون مصرفش نکنید. من یه توضیح کلی راجع به بازی بدم، میدونم همتون بلدین ولی فقط برای اینکه سناریومون جدیده یه بار بازی رو توضیح بدیم. 12 نفر در بازی شرکت دارن، 8 نفر شهروندن، 3 نفر مافیا و 1 زودیاک. اول بریم سراغ مافیا. نفر اول مافیا، رئیس مافیا آلکاپونه. شلیک و شات مافیا به دست آلکاپونه. من شبها صداش میکنم و شلیک اون شب رو ازش میپرسم. هیچ جلیقه محافظ یا هیچ شیلدی نداره، اگر بهش شلیک بشه مثل بقیه میمیره، اما استعلامش منفیه. برای شلیک میتونه از بقیه مشورت بخواد، اما نهایتا تصمیم نهایی رو خودش میگیره. نفر دوم بمبگذار، نقشی که اولین باره در این سری ما سراغش میریم. بمبگذار یک بار در طول بازی اجازه بمبگذاری داره، یعنی من در شبهای مختلف صداش میکنم، یک بار میتونه از بمب استفاده کنه. بمب 4 تا سیم داره، با 3 تا سیم بمب منفجر میشه و با 1 سیم بمب خنسا میشه. کد خنساسازی بمب رو هم خود بمبگذار به من میگه. نفر سوم شعبده باز. شعبده باز تواناییش اینه که میتونه توانایی بقیه رو به مدت 24 ساعت ازشون بگیره، یعنی وقتی شب صداش میکنم بیدار میشه، با دوستاش مشورت میکنه، ممکنه بگه فلانی، اون فلانی اگر توانایی داشته باشه و بیدار شه با ضرب در من مواجه میشه و به مدت 24 ساعت هیچ توانایی نداره. این از اعضای مافیا. اما بریم سراغ شهر. نقش اول در شهر دکتره. دکتر نقش تکراریه، میشناسیدش. یک بار میتونه جون خودش رو نجات بده و به کرات جون بقیه رو، در مقابل تیر مافیا، تیر حرفه‌ای و حتی تیر زودیاک. سوگند پزشکی خورده و در واقع نقش بسیار مهمیه در شهر. کاراگاه هر شب بیدار میشه و میتونه از من استعلام بگیره که آیا فردی رو که بهش زنین شده مافیا هست یا نه. فقط استعلام 2 نقش، یعنی بمبگذار و شعبده باز مثبت در میاد. استعلام آلکاپون، زودیاک و بدیهتاً تمام اعضای شهر منفی خواهند بود. حرفه‌ای 2 تا تیر داره، هر 2 تیر هم جنگی هن. یعنی کار میکنن. شبها که صداش میکنم اگر به مافیای قطعی رسیده باشه، نسبتاً قطعی،
به من اعلام میکنه و میتونه از این دوتا تیرش استفاده بکنه. تفنگدار، باز برای اولین باره که سراغ این نقش میریم. تفنگدار 3 تفنگ داره، 2 تفنگش تیرشون مشقیه و 1 تفنگ تیرش جنگیه. خودش امکان شلیک نداره. تفنگ رو میتونه به کسی که مایله هدیه کنه و اون کسی که تفنگ گرفته فردای اون شب هر زمانی که دلش خواست میتونه از اون اسلحه استفاده کنه و با لایک به عنوان تیر جنگی و دیسلایک به عنوان تیر مشقی رو به من اعلام میکنه. محافظ، شبها باش کاری ندارم اما نقش بسیار بسیار مهمیه در شهر. وقتی که بمبگذاری اتفاق افتاد در اون روز، من شما رو وارد یک خواب نیمروزی زود هنگام میکنم و اینجا فقط محافظ رو صدا میکنم. اگر در بازی باشه میتونه تصمیم بگیره که جون خودش رو فدای اون کسی بکنه که جلوش بمب گذاشته شده یا نه. کد رو اعلام کنه، اگر در واقع منفجر کرد بمب رو و منفجر شد که من نقش رو به بقیه معرفی میکنم. اگر بمب رو خونسا کرد، کماکان در شهر میمونه و بازی ادامه پیدا میکنه. در شبها باش کاری ندارم. اوشن، جورج کلونی عزیز ما، آقا یا خانم کلونی، اوشن، برای اولین بار ما در مقابل مافیای آگاه، مافیایی که شبها با هم چشم باز میکنن، شهروندان آگاه خواهیم داشت. این اتفاق برای شخص من لذت بخشترین اتفاق این سناریوه. دو بار در طول بازی میتونه یارانی رو به اون اجتماع زیر پوست شهر اضافه کنه. راجع به نقشاشون نمیتونن صحبت کنن اما میتونن مشورت بکنن. اگر اشتباهاً به جای شهروندان زودیاک یا مافیا رو بیدار کنه، خودش از بازی بیرون میره. و دو شهروند ساده ظاهراً توانایی ندارن اما به نظر من مهمترین شهروندان سیسیل ما شهروندان ساده هستن. میتونن با تمرکز کامل مافیا رو شکار کنن، زودیاک رو شکار کنن، هیچ استرسی در بازی نداشته باشن، تفکر استدلالی بیارن، دقیق بشنون و استفاده کنن. اما شبهای مافیا زودیاک، یک نقش مستقل که برای اولین بار در کل بازی‌هایی که به این فرم در تمام پلتفرم‌ها انجام شده، ما یک نقش مستقل داریم که تا آخر هم مستقل باقی میمونه. یعنی نه به ساید مافیا وارد میشه، نه به ساید شهروندان. یک ارتش یک نفر است در مقابل 11 بقیه. یعنی ممکنه پایان بازی ما 1 برنده داشته باشیم و 11 بازنده. شبهای زوج صداش میکنم، میتونه شلیک کنه به مافیا یا به شهروندان، به هر کسی که دلش خواست. شبها بهش تیر کارگر نیست، با بمب میتونه بره بیرون، با شلیک مستقیم در روز میتونه بره بیرون، با اخراج انضباطی میتونه بره بیرون، با رأی دست میتونه بره بیرون. و یک اتفاق دیگه، انقدرم کار شبها راحت نیست که به هر کسی که دلش خواست شلیک کنه. اگر زودیاک در یک شب به محافظ شلیک کنه، خودش کشته میشه. نقش بسیار جذابی اگر زودیاک به هر کس افتاد حالشو ببره، لذت ببره ازش. مرسی، سوالی نیست؟ کاراگاه رو نگفتی چند بار این قابلیت رو داره؟ کاراگاه هر شب بیدار میشه. کاراگاه هر شب بیدار میشه و هر شب میتونه استعلام بگیره. فقط حواستون باشه، راجع به حرفه‌ای همین نکته رو نگفتم که حرفه‌ای اگر به شهروندان شلیک کنه، خودش از بازی بیرون میره. اگر موافق باشید بریم سراغ بازی و انتخاب نقش. خانم خلیق، لطف کنید شما تقسیم نقش به این سادگی نیست. یه پارتی هم شما لطف کنید. بله، عالیه عالیه. بله، حداقل خیالمون راحت شد که حسابی قاطی شد. مخلصیم. این هم بمونه پیشه بمونه. حالا بخند تو بازی با سوال. خیلی خوب، متشکرم. نقشه رو تقسیم میکنیم. لطفاً ماسک ها به صورت، لطفاً کامل دوستان ماسک ها به صورت باشه. از بالا و پایین به صورت ها بچسبونید، کسی دید نداشته باشه.
دوستان همه یه لایک بدین به من که من متوجه شم نقشاتون رو همه فهمیدین لطفاً. ماسکارو از چهره بردارید. میتونید از هی دی اند وان دی استفاده کنید، یه ذره انرژی بگیرید علل حساب. ما در ابتدای بازی در روز ناآگاهی یا روز بلایند یا روز کوری هستیم. هنوز هیچ کس با هیچ کس چشم باز نکرده. مافیاها همدیگر رو نمیشناسن. همه فقط از نقش خودشون مطلعن. یکم به هم نگاه کنید. خب کی دوست داره سر صحبت باشه؟ شما انتخاب نکنید، من انتخاب میکنم. از هلیا امامی شروع میکنیم، در جهت عقربه های ساعت میچرخن. هلیا میشه سر دست، علی لهراسبی در واقع میشه نفر آخر دست. فقط دقت کنید لطفاً تارگت بزنید به هم، اطلاعات و دیتا وارد بازی کنید که بازی گرم بشه و فقط ترن دارین برای صحبت کردن. در روز بلایند چالش نداریم. با شما این. سلام، من هلیا هستم، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. معنی اسم من هست نور خورشید، یعنی من نور شهرتونم. دقت کنید به حرفی که دارم میزنم، سعی کنید منو حفظ کنید تا شهرتون تاریک نشه. خیلی جسارت به خرج دادم، نفر اول بلند شدم، هنوز هیچ کس هیچ صحبتی نکرده. من 3 تارگت میزنم فقط برای اینکه بازی راه بیفته، به خانم زاهدی، به آقای لهراسبی و آقای هاشمی. متشکرم. البته وقتی من نگاه میکنم ظاهرا من نور شهرتونم، ولی خب حالا از چی بهتره؟ بفرمایید خانم مینا. خب سلام، من مینا وحید هستم. نورینا که نیستم، ولی شهرتونم. امیدوارم که بتونیم در کنارم یه بازی خوبی داشته باشیم. البته که جسارت میخواد نفر اول، ولی سیاست خوبی هم میتونه باشه. به هر حال یه دست اصلا کسی باهاتون کاری نداره. همه قیافه ها بر من الان مافیاست. با خیرتون بازی نکنم. آقای درخشانی چون میکنم بازی چطوری؟ یکی از تارگت هم شما هستین. شما چون بازیتون خیلی مطمئن شد، یکی از تارگت هم شما هستید. آقای شهرام قائدی، آقای امیرحسین، خواهش میکنم. متشکرم. خب سلام، من امیرحسین هاشمی هم. خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. بین این دو عزیزی که کنارم هستن، خانم امامی و خانم وحید، برای من خانم وحید اندکی با التهاب و استرس به نظرم اومدند. همون اندازه خانم امامی نداشتن این رو. این چیز ساده ایه که ما اولین در واقع تارگت رو توی تمرینام داشتیم به کسی که شروع دسته بزنیم. برای همین برای من خیلی جالب نیست که شما در واقع احساس کردم که میخواین در واقع مسیر رو را بندازید. البته که در انتها 3 تارگت دیگه زدید. اندکی شما خانم وحید، آقای درخشانی، آقای قائدی و آقای لهراسبی، همه عزیزان تو اینجای بازی تارگت های من. سلام بچه ها، من کوروش هستم از نوع تهامی. مخلصیم. خیلی خوشبختم که دارم باهاتون بازی میکنم. یه تارگت دارم به خانم هلیا امامی، یه تارگت دارم به سامی عزیزم، سام درخشانی، و همینطور به آقای پورکریمی. مرسی. سلام دوستان، شیدا خلیقم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. هلیا، به نظر من تو میتونی شهروند باشی، کاملا صادقان صحبت کردی، ولی من مشکل دارم با این مدل بازی کردم. به نظر من خودتو توی یه خطر خیلی جدی میندازی که نباید سردست این کار میکردی. من نمیدونم این شهر چقدر میتونه تو محافظت بکنه یا نکنه، ولی میخواستم بگم که من مشکل دارم که اینو گفتی، کاش نگهش میداشتی. تارگت هم میزنم با آقای گلاب، از این طرف هم با آقای تهامی. سلام، من دیبا هم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. تارگت های من آقای تهامی عزیز، خانم وحید و یه نفرم از بین کسایی که صحبت نکردن، آقای علوی. متشکرم. چاو.
Ti spiano sapere parlare di Nino per popolo italiano. Nasis lambrito sosta paprini arema permetto amato macarino. متشکرم ولی جمله آخرتون به نظرم یکم توهین‌آمیز بود به کل شهر. ایتالیایی بلد نیستی؟ لباسای آنچنانی پوشیدی من گفتم همتون بلدین حتما ایتالیایی. خب من سام درخشانی هستم. خیلی خوشحالم که در خدمت همه عزیزان هستم. در مورد کسایی که به من تارگت زدن میگم که این زمستون میره و روسیایی به زغال میمونه. عزیزانم عجله کردیم. در مورد تارگت های خودم باید بگم که خانم وحید یه خود به نظر من غیر حرفه‌ای شروع کرد، در صورتی که اولش به خانم هلیا گیر داد ولی جزء تارگتاش نبود، همونجوری که امیرحسین عزیزم گفتش. برای همین خانم وحید رو من تارگت قرار میدم. خانم زاهدی به نظر من خیلی آشفته هستن، ایشون هم بهشون تارگت میزنم. فعلا همین دو نفر. ممنونم. سلام، خیلی خوشحالم در جمعتون هستم. امیرعباس گلاب هستم. بازی مافیا برای من بحث زندگیه و دوست دارم امروز به شهروندامون کمک کنم و دوست دارم شهروندی باشم که چون احساس میکنم میتونم به شهروندا کمک کنم که یه جوری تا آخر بازی کنیم که عکس منو بزنیم به دیوار اتاقتون بعد این بازی. و یه تارگت حسی میخوام به آقای شهرام، آقای حسین و امیر حسین عزیز بزنم. ممنون. خب سلام و عرض ادب، عادل فردوسی‌پور هستم. دوست داشتم البته باشم، سعادتش نبود. مرسی بابت شستای قشنگتون. خوشبختانه پرچم شهر تو دستمه، دنیا به ناز شستمه. تارگت های من دوستان عزیزی هن که قبل از خودشون بلند میشن تارگت میزنن، هیچ اشاره ای نمی کنن، همینجوری در واقع شلخته میزنن. یکیش همین آقای گلاب بود. شما بلند میشی این همه قبل از شما بلند شدن تارگت زدن، قبل از شما هیچ تارگتی نداشتی؟ تارگت من میشی. آقای کوروش تهامی همینطور. و خانم امامی عزیز، با احترام من کم نور دوست دارم. نیکس کم نور دوست دارم. سلام علیکم، ارادتمند شما شهرام قائدی هستم. خیلی مخلصیم. آقا ما دو تا پلیر تو شهر داریم که من خیلی دلم میخواد این دو نفر شهرام باشن. شهرام که خودمم، شهرهایم باشن. یکی آقای امیرحسین هاشمی و خانم شیدا خلیق که آی خوب پلیری هستن و ایشون هم که سری میکشه عقب و پشت صندلی و مثل ماشینای عقب کشی یه دونه میکشه عقب و میاد تو دل شهر. این دو بازی این دو عزیز رو خیلی دوست دارم. هلیا با هم تمرین کردیم، یک ماهی 20 روزی تمرین کردیم. معمولا دل شیر این شکلی نداره. برای من با این که من هر کی سر دست رو انتخاب میکنه تارگتم، ولی تارگت تمه، ولی تو رو تارگت نمیکنم. یه ذره استراب داشتی به نظر من. اولین تارگت من شما هستین. حرف منو در رابطه با دوست عزیزمون آقای گلاب زدین، یه دیالوگ هم شما گفتین شهر رو به فنا میدیم. هنوز چیزی مشخص نشده که شما میگین که کاش این کار نمی کردی، شهر آسیب میبینه اینا. پس فعلا این سه عزیز یه ذره من بهشون مشکوکم تا به چرخه ببینیم چی میشه. حسین عزیز سلام به همگی، من حسین پورکریمیم. خیلی خوشحالم دارم با تون بازی میکنم. سه نفری که امشب چشماشون رو با هم دیگه باز میکنم، من اونجایی که خیلی دقیق میگم شاید برام خطرناک هم باشه، ولی بعضی وقتا رونالدینیایی هم بازی میکنم. برم با هم بازی کردیم. عزیز دلم آقای تمامی که به بنده هم تارگت زدیم، خیلی هم چاکریم. خانم وحید و امیرعباس گلاب، به نظر من که این سه تا با هم دیگه چشم باز میکنن. و در مورد شهرام قائدی فکر میکنم که سفید ازش در نمیاد. شهرام قائدی سفید نیست، یه همچین چیزی تو فکرم. مرسی. سلام، علی لهراسبی هم خدمتتون عرض کنم. اول در مورد شهرام بگم که نمیدونم چرا اینقدر خیلی خوب
ای توپق میزدی. من رو شهرام شدیدن شک دارم که شاید هم مافیا نباشه، نقش مستقل باشه. و تارگت دیگه من خانم شیدا هستم و تارگت بعدی من هم کوروش تمامی عزیزه. شما فکر کنم یه جمله آماده کرده بودی از قبل، خیلی تکلیفت مشخص نیست که مافیایی باشه، ولی یه جمله آماده کرده بودی به خاطر همون هم سرد است. بچرخه تا ببینیم. متشکرم، دیگه نمیچرخه. شما نفر آخر این دست بودین. قبل از اینکه وارد شب معارفه بشیم من یه نکته رو بگم. برای اولین باره که امکان شرکت و حضور شما هم در بازی شب‌های مافیا فراهم شده. در طول بازی چندین بار رأی‌گیری انجام میشه، شما امکان رأی دادن دارید، حتما شرکت کنید. اگر رأیاتون درست باشه حتما جوایزی هم به شما تعلق میره. در ضمن یک نسخه بدون شب هم از شب‌های مافیا زودیاک روی فیلیمو آپلود میشه. پلیرهای حرفه‌ای که میخوان شب رو نبینن و عین بازیکن‌ها بازی کنن میتونن اون نسخه رو ببینن. رفقا ماسکا به چهره، وارد شب معارفه، شب صفر بازی میشیم. با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب میشود. علی لهراسبی لطفاً از پایین ماسک تو بچسبون، من ماسکا رو چک میکنم. خب صاحبان کارت های قرمز، اعضای مافیا، بیدار شم، همدیگر رو بشناسم. لذت شناسایی اولیه، به 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 به، کیف کنید، با هم چشم باز کنید، لذت ببرید از چشمان بازتون، کیف کنید. معرفی میکنم، آل کاپون رئیس مافیا به من لایک نشون بده. متشکرم، متوجه شدم. نفر دوم، بمبگذار. بله متوجه شدم. و حالا نقش سوم مافیا، شعبده باز که تواناییش اینه که توانایی بقیه رو میگیره. متوجه شدم. فرصت شور و مشورت اولیه برای اعضای مافیا، لذتشو ببرید. فرصت شور و مشورت طولانی نیست. ماسکا به چهره، بریم سراغ شهروندان. دکتر شهر بیدار شه. متوجه شدم دکتر بخواب، کاراگاه بیدار شه. با لایک به من نگوید. مرسی، متوجه شدم کاراگاه بخواب، حرفه‌ای. متوجه شدم، حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار، صاحب سه تفنگ بیدار شه. متشکرم، متوجه شدم. محافظ، تنها شبیه که من محافظ رو صدا می‌کنم، بیدار شه، لایک نشون بده. متوجه شدم، بخواب. اوشن، متشکرم، اوشن بخوابه. شهروند شماره یک، شهروند ساده شماره یک، فقط لایک. بسیار خوب، حالا ماسکو بردارید که ببینیم اتون. متشکرم، شهروند ساده شماره دو، فقط لایک. ماسکو برداره ببینیم اتون. متشکرم. و نقش زودیاک مستقل، لطفاً بیدار شه. با اعلام من 5 4 3 2 1 خورشید می آید، روز می شود. خیلی خوب، از نوشیدنیاتون استفاده کنید. در One day again هستیم، وارد روز اول میشیم. دوستان در روز اول علاوه بر ترن صحبت میتونید از فرصت چالش هم استفاده کنید. سر صحبت خانم هلیا بود، مجددا از
هلیا شروع میکنیم در جهت عقربه‌های ساعت میچرخند. علی لهراسبی پایان این روز خواهد بود. راستی آقای درخشانی، من این کت سفید رو فقط به افتخار شما پوشیدم، نمیدونم به این میاد یا نه. زنده شما بشم، فقط هول نشین. بله بله بله، خیلی باید حواستم باشه. خانم هلیا با شما. چرا کت سفید رو برای ایشون پوشیدین؟ الان شما تارگت من میشین. زنده باشی. نور شهر صحبت میکنه، خیلی با دقت همه گوش کنید. خب من اول بلند شدم، سه تا تارگت همین مدلی زدم، روی آقای لهراسبی همچنان هستم. بعد چون تارگت هم نسبت به یکی دو نفر دیگه یه خورده قوی تر شده، فعلا از آقای امیر حسین فعلا میام عقب، فعلا از دیبا میام عقب. من تارگت هم نسبت به آقای گلاب خیلی بیشتره الان نسبت به خانم وحید. بعد یه چیزی برای من خیلی عجیب شد، یه دفعه آقای تهامی، من نمیفهمم، فکت خیلی محکمی نبود که همه یه دفعه به آقای تهامی تارگت زدن. برای من کسی این شکلی داره تارگت میخوره، من فعلا شکلات شهروندی نمیدم بهتونا تا صحبت کنیم ببینم چی میشه، ولی تا اینجا برای من شهر میشن. خب من ناخواسته یه جوری سر صحبت قرار گرفتم، فهم وسطش بریم چالش بدیم. هلیا جان، اول کسایی که گفتن یکی از دلایلی که من مافیا و یعنی تارگتشونم که چرا به این خانم هلیا تارگت نزدم، سه تا تارگت فیلینگی داشتن، دست بلایند ناآگاهی بود. گفتم این فکتی که آوردید فکت شهروندی نیست، حواسم هست، این بود. ولی الان میخوام حالا یکم جدی‌تر صحبت کنم، این که چرا من تارگتتون شدم. من بعد شما بلافاصله صحبت کردم، فیلینگی دیگه هیچ صحبتی نشد جز این که یک سری آدم بعد از آقای هاشمی به من تارگت زدن. خب آقای هاشمی که تارگت شدن، اونایی که کره گرفتن، اونایی که میدونستن مافیان رفتن روی، شما چرا الان اومدین منو تارگت کردید؟ و اینکه چرا از آقای تهامی داری طرفداری میکنید که چرا دلیلی که ایشون الان تارگت شما نیست بر من عجیبه. و شما شیدا جان، اگر شهریم باید یه جوری بازی کنیم که به هم شک نکنیم دیگه، همدیگر روشن کنیم. چرا اینجوری گفتی امیدوارم شهر ازت محافظت کنه؟ این خیلی سخت بود آخه حرفتون. چرا باید اینجوری مستقیم میگی؟ من وسط چالش میگیرم، چون باز میگم سر صحبتم ببینم چه خبره. دوستان چالش کسی میخواد؟ چیز آنچنان ویژه‌ای ندارم، ولی خانم هلیا امامی فرمودید که آقای تهامی چهار تا در واقع بسیار تارگت خوردن، چهار تا خوردن، خانم وحیدم چهار تا خوردن. میخوام بگم اگر شهر بازی هستید و مدعی نور بازی هستید، باید به نکات توجه کنید. بی دلیل کسی رو سفید نکنید، بی دلیل رو کسی تارگت نزنید. دو نفر الان با چهار تارگت، شما یکی رو به همین عنوان رها کردید و یکی رو تارگت کردید. این یه نکته. نکته دوم، خانم زاهدی، شما دو تا تارگت میزنی و درباره تارگت سومت یه توضیح بیدلیل میدی. من احساس میکنم که این از یک عدم اعتماد به نفس میاد، این که تارگت سومم رو به بعد از کسی، در واقع بعد از خودم، کسی که هنوز حرف نزدن میزنم. نیازی به توضیح نبود به نظر من. تا اینجا ایشون که در واقع آقای تمامی که کامل این کارو کردن و بقیه هم این کارو کردن، شما این توضیحت برای من مثبت نیست، مقداری نسبت بهتون مشکوک میشم. اما مهمترین صحبتم درباره آقای آخر لطفا. بله، درباره شهرام عزیزه. یه سری نکات درباره خانم وحید گفتید، تمام شامل خودتون میشد. استرس داشتن، استرس داشتید، هول بودید. آقای قائدی، من با شما بازی کردم، بسیار محکم و با اعتماد به نفس بازی میکنی. یه نکته. نکته دو، حرفای من درباره خانم وحید زهید، حرفای آقای علوی درباره بفرمایید. متشکرم. زمانتون تموم شد. عرض کنم که من همینطور که توی بازی‌های تمرینی گفتم اینو، خیلی حسی سعی میکنم بازی کنم، یه ذره کارم سخت میشه، ولی دوست دارم یه بار دیگه اون چیزی که بهرنگ جون راجع به من گفتی تو اون دوره اول، چون صدا رو من واقعا نشنیدم، منم رو گفته
آقای هاشمی عزیز، یه ذره احساس میکنم شهرام جون تو متاسفانه نمیدونم چرا، ولی راست میگه، اون استرسی که میگه رو منم احساس میکنم، چون خوشبختانه با تو بازی کردم و همین. به چرخه تا ببینیم چی میشه. متشکرم. دوستان کسی چالش میخواد؟ خب آقای تهامی، به نظر من شما بسیار داری مشکوک بازی میکنی توی ترنتون. به نظر من فقط صحبت‌های امیرحسین هاشمی رو تکرار کردین و برای دست دوم به نظر من خیلی عجیبه که شما تارگت‌های بیشتر نداری، صحبت‌های بیشتر نداری. این راجع به شما. مینا جانم، من راجع به هلیا اینو گفتم، چون برای آقای قائدی هم سوء تفاهم پیش اومده بود، اینو یه بار توضیح میدم. من گفتم وقتی یه کسی سردست بلند میشه میگه من نور شهرتونم، در واقع یه طوری داره خطر میکنه که به عقیده من این کار اشتباهیه. شما باید سعی کنی خودتو حفظ کنی. حالا شهر یه سری ابیلیتی داره که میتونه کمک بکنه، چون به عقیده من هنوز هلیا میتونه شهر باشه، با اینکه یه سری نکات راجع به بازیش یادداشت کردم. به نظر من میگم کار شهر در واقع سخت میشه به خاطر اینکه هنوز هیچی نشده، تقریبا خودش رو شو کرده. منظور من این بود. ببین تو تمام تارگتاتو تقریبا عوض کردی. این خیلی عجیبه. جنبندی بفرمایید. جان؟ جنبندی بفرمایید. بله، تو تارگتاتو عوض کردی. از آقای تهامی یه حمایتی کردی که به عقیده من لزومی نداشت. خیلی زود بود. و اینکه نمیدونم، چون پلیر خوبی هم هستی، من هنوز دارم از حرفات صداقت میگیرم. ولی کمک کن لطفا. بفرم. خدمتتون عرض کنم که خانم هلیا، من فکر می‌کنم یه ذره آشفته داری بازی می‌کنی. منم حس سوسو دارم. نمیگم الان سیاهی نه سفید، ولی داری یه ذره آشفته بازی می‌کنی. امیرحسین، من فکر می‌کنم که بتونم باهات بازی بکنم. من 100% شهرم، سردستم، این حرفو نزدم، شهر به درد بخوری هم هستم. اگرم گیر بدید به من، منم در واقع تارگت بک حتما خواهم کرد. من هنوز به شما شک دارم، هنوز که نه تارگت الان منی خانم. و همچنین کوروش عزیز که قبل بازی هم بهت گفتم یه روزی اگه مافیا بشیم ما چیکار کنیم، اصلا رومون نمیشه بهت، انقدر جنتلمنی به تارگت بزن. تارگت منم، تارگت اصلی من کوروشان عزیز هستن. تو ترن خودم صحبت میکنم. خب آقای لهراسپی، شما از اونجا که هلیا صحبت کرد تقریبا 4-5 نفر گذشته بود و اگر میخواستین در مورد هلیا صحبت کنین ای کاش زودتر چالش میگرفتین. یعنی لزومی نداشت برسه به اینجا یه پروسه‌ای تو ذهنتون شکل بگیره و بعد میدونین اگه شما می‌خواستین راجع به شهیدا صحبت کنین یا راجع به آقای تهامی صحبت کنین منطقی بود از من چالش بگیریم، ولی اگر تو ذهنتون بود که حرفای هلیا غیر منطقیه یا نقدی به حرفاش داشتین ای کاش که از زودتر چالش می‌گرفتین، چون کسی چالش نگرفته بود و همه تقریبا چالششون تعارف کرده بودن. امیر حسین هاشمی حق میدم بهت، اما همون اتفاقی که این ور افتاد، بلند شد گفت فلانی بلند شده تارگت زده و همه به بعد خودشون بودن، من فقط اینو اعلام کردم بگم با آگاهی برای اینکه میدونم و خیلی بیا با هم دیگه گره ایجاد نکنیم اگه شهری با هم دیگه بازی کنیم. آقای تمامی، شما همچنان تارگت من هستین که دست اولام بهتون تارگت زدم و به خاطر اینکه این دست بلند شد هیچ تارگتی نداشتیم و دست پیشم دو سه تارگت پراکنده ای که فکر می‌کنم انگار که فقط داشتیم دنبال یه نفر می‌گشتیم تارگت بزنیم. اما الان تارگت‌های جدی من آقای درخشانی، خانم وحید، آقای گلاب، آقای تهامی و بهرنگ. 5 نفر بر من سیاه هم فکر می‌کنم، این 5 نفر 4 نفر توشون سیاه در بیاد. مرسی. چاو. ببینید، این که من یه ذره با این همیشه مشکل دارم، این که همیشه توقع داشته باشیم. میدونم قوانین بازی رو باش آشنا هستم، این که همش توقع داشته باشیم که اون چیزی که تو ذهن ما میگذره مثلا تو ذهن یکی دیگه هم بعد بگذره، این یه ذره چیز سختیه. من همیشه با این، یعنی تو ذهنم این سوال همیشه میاد که چرا باید حتما مثلا به 3 نفر تارگت بزنم. اولم که روز اول که بلند شدیم تارگت زدیم که همینطوری، خب معلومه که تارگت پراکنده میزنیم. ضمن این که من وقتی نوبتم بود و بلند شدم، نظرم رو راجع به آقای قائدی هم گفتم، یعنی فقط این نبود که از آقای علوی بخوام یه بار دیگه. ممنونم. اونم گفتم. بفرما سام. چاو. جسپیانو سوپر پالرنی دنینو. ممنون میشم، چون ایتالیایی بچه‌ها خیلی قوی نیست. سختمه فارسی.
فارسی صحبت کنیم. متشکرم. توی همچین فضایی خود سخت فارسی صحبت کرد. بچه ها، اول اینکه میخوام بگم که مافیای دانا به از شهر نادانه. دانا بازی کنید. پیرو به صحبتی که دارم میکنم عرض میکنم که بی خودی چرا هی علکی تارگتتون رو خرج یه نفری میکنید که به نظر من نمیتونه مافیا بشه. من به این کاری ندارم که الان همه داریم به کوروش عزیز تارگت میزنین، هنوز برای من محرز نیست که منم بخوام بهش تارگت بزنم، ولی میام فن برعکس میزنم. میخوام از هر میز یک نفر رو به عنوان شهر اعلام بکنم که شهرها هم دیگر رو بشناسن. از میز شما امیر حسین، از این میز خانم شیدا، از این میز خودم که شهروند درجه یکی هم هستم، بهرنگ رو از اون میز معرفی میکنم، از اون میز حسین عزیزم رو معرفی میکنم و از اون میزم خانم هلیای عزیز رو. من این تعداد شهروند رو تا الان شناختم. اگه شهروندیم و هم دیگه کمک کنیم که بتونیم مافیا رو و بعد در نهایت زودیاک رو پیدا کنیم و بازی رو تموم کنیم. مرسی. متشکرم. بهرنگ عزیز، میگم اگه از این میز دو تا سیاه در نیامد قطعا یه دونه در میاد، چون خیلی من بازی بهرنگ رو میشناسم. این که با قاطعیت بخواد بگه آقا هنوز نچرخیده و صحبتی نشده به من تارگت زدی، یه ذره برام عجیب بود. و همچنین خانم هلیا، اصلا ما نه فکتی نه اکتی، اول شما سه تا رو زدی، بعد اومدی یه دفعه گفتی 100% تو چجوری میتونی که هنوز شهرتو پیدا نکردی، یه دفعه میگی 100% من مطمئنم که شما. این برام خیلی عجیب بود. و آی درخشانی عزیز، 100% برای من الان دارم میگم سیاه شد. شما هر وقت تو میز خودتون میگی یعنی داری سری منو سیاه میکنی. این برام اصلا منطقی نبود. ببینید، من اولا بهتون گفتم شهرم، من واقعا نمیتونم، من مافیا میشم خودم میگیرم. اصلا من خواننده‌ام، آهنگم میدم به خود، دو هفته جواب سلامش کیو نمیدم وقتی مافیا میشم. معلومه الان دارم میگم به من اعتماد کنین، بذارین یه جا شروع کنیم، یه شهری رو اعتماد کنیم، پیدا کنیم. اتفاقا من با آقای کوروش نمیدونم چرا سفید دیدم، علی رو سفید دیدم، از حسین فعلا دنده عقب میگیرم، ولی به من اعتماد کنین. من دارم آنالیز میکنم، صحبت همه رو گوش دادم. از میز ما که قطعا یه مافیا میاد بیرون، این شاید دوتا از این میز، و فعلا نظر خاصی روی میز ندارم. و خانم وحید هم هنوز برام. مرسی. چالش بفرمید. آقای سام، اون دست اول که من تو بلایند تو ناگاهی تارگت زدم، میخواستم واقعا بازیتون ببینم الان، ولی بازیتون واقعا مشکوک شد. یکی از دلایلش اینه، چطور همونطوری که آقای گلاب گفت سفید نمیکنم آقای گلابا، ولی واقعا حرفش منطقی، چطور رندوم از هر میز یکی؟ چرا آقای کوروش شما میتونی مثل آقای گلاب یا هر کس دیگه بگی من برام سفیدی، ولی یه جوری میای دو پهلو میزنی که اگر که دفعه مافیا درآمد ازش شما این وسط چیز نشه، خیلی راحت برمیگردی. نباید به کسی که چی، ولی حالا یه ولی هم داره. ممنون. خب دوستان دقت کنین، مافیا بازی اتفاقا بیشتر شنیدنه تا بیشتر حرف زدن. آقای امیرعباس گلاب میگه من رو قطعی مافیا اعلام کردی. من روز بلایند بازی فیلینگامو گفتم، فکت دروغ آوردی، پس شما مشکوک منی. خانم دیبا زاهد، شما 5 تا مافیا اعلام کردی، تکمیلی دیگه را بیوف، یعنی 5 تا سوار کردی به نظرم، که هر جای بازی گیر کردی بگی من روز اول تارگتامو زدم. نه این نیست بازیش. اتفاقا آقای لهراسپی اگر قبل از شما چالش نمی گرفت تو ترنت چی داشتی بگی؟ این بازی تو نیست قطعا، به تارگت هم اضافه میشی. کوروش عزیزم، سوالی که کردی متوجه نشدی، شما بلند میشی روز بلایند میخوای تارگت کنی، قبلت 3 نفر صحبت کردن، در مورد اون 3 نفر هیچ نظری نداری، بعد پراکنده میزنی، پس میشی تارگت من تا اینجای بازی. اگر شهری باید خودت سفید کنی. نه، از اون ور شروع کردی، از حسین پورکریمی که هنوز حرف نزده تارگت یکت بود، 3 نفر قبل شما صحبت کردن. به هر حال خانم امامی، دیشب چه اتفاقی افتاد که شما از تارگتات عقب نشینی کردی و 1 نفرم شهر کردی؟ من خانم امامی و کوروش عزیزم رو تارگت میکنم
و اگر قرار باشه رأی یکم میدم به این دو نفر. متشکرم. چالش بفرم. من خیلی هول بودم که زودتر چالش بگیرم، ولی گفتم بزنم ببینم بیشتر کی راجع به من صحبت میکنه. نفر اول من بلند میشم، گفتم برای اینکه بازی راه بیفته سه تا تارگت میزنم. هیچ کس حرف نزده بود، من پاشدم تارگت زدم. خب خانم وحید به نظر من وقتی صحبت کرد استرس داشت، گفتم آقا من تارگتم هنوز مثلا هستش روی اونای دیگه، ولی اینای دیگه قوی شدن. آقای گلاب من کی گفتم 100% شما مافیای منی؟ گفتم برای من شما قوی تر شدین تارگتی که میخوام بزنم نسبت به خانم زاهدی. دوستان همش نزنید، مافیا میشینه نون و ماستشو میخوره حالشو میبره. کی میتونه تو همین جای بازی قط بگه کی سیاه کی سفیده؟ امکان نداره. بازم دم سامی گرم که تو همون بلایند همون اشتباهی که کردم و به خودم گفت تو جز تارگتامی، ولی هیچ اسمی نیورد. چون ببینید یه چیز خیلی طبیعیه، من احساسم من نگاهم این بود که اینجا شروع میشه، واقعا اینو نگفتم. بعد امیر حسین جان منو استرس، من هرچی باشه که همون چیزی که خودتون میدونید دو پله شما جلوترم، هرچی باید استرس داشته باشم. گفتمم که من قند نمیخورم، یه ذره قندم افتاده. بعد شما میگی تو ترنت بلند شدی، همون حرفایی که ایشون در مورد خانم وحید در مورد خانم امامی میزنه همون حرفایی که ایشون در... خب ببخشید شهر خوب شهریه که وقت همه رو بگیره. اگه همینو میگفتم چی میگفتی؟ میگفتی تکرار کردی؟ معلومه نه. من الان نمیخوام وقتتون رو بگیرم. تا اینجا برای من هیچ کس هنوز به اون نقطه ای نرسیده که بگم صد. مشکوک شمایی که به من میگی توپق میزنی، خودت میگی بچرخه ببینیم چی میشه، آخر دستی به تمومه. اگه این چالشه آقای لهراسی، اگه این میخوای گیر بدی به عنوان تارگت به من، به من میگی تو توپق میزنی، یادت میره خودت میگی بچرخه ببینیم چی بچرخه دیگه، تموم شد. به نظر من الان زوده یکی رو بندازیم بیرون، اگه دلسوز شهرین، اگر هم نه که کار خودتون بکنید، بذارین مشخص بشه. متشکرم. من تا اینجا بله چالش هم میدم به شما، مرسی. من نکته زیاده، فکر میکنم خیلی وقت کم بیارم. بچه ها شما سه تا تارگت میزنی محکم در ترن معارفه بلند میشی، در نهایت میگی که حسیه و نمیشه، یه توضیحات واضحاتی میدی و در نهایت تارگت نمیزنی. این مسئله تونه. میخوام بگم اگر شهرم هستی داری جوری بازی میکنید که مافیا بتونه بریزه تارگتاش رو روتون، اینو در جریان باشید. یک دو، آقای درخشانی کلی شهر اعلام میکنید، میگید باید هوشیار باشیم، یه تارگت اعلام کنید. آقا دو شهرام جان، شما صحبت ها رو بعد این همه صحبت، من حرفم این بود، من احساس میکنم مثل همین دستی که الان با اقتدار صحبت کردی، با همین اقتدار باید صحبت میکردی، من اینو نگرفتم، تارگت هم واسه این بود به شما. نکته من آقای لوراسمی نازنین، شما دو تا تارگت سردست، چالش گرفتی گفتی خانومه متشکر. امامی آقای لوراسمی، آخرین جمله، زمان چالش کوتاه، رعایت کنید. دو نفر رو اعلام کردی، شهرام آقایی رو شما تو ترن معارفه محکم گفتی، چرا اسمی ازش نبردید؟ چرا اسمی از بله نوبتتون میشه حتما توضیح بدید؟ بفرمایید. خب رفقا باید عرض کنم خدمتتون که تا اینجای بازی من با سام درخشانی خیلی بازی میشم، چون نسبت به میزا صحبتایی که کرد تقریبا نظر خود منه و کوروش عزیز دل من یه حس ششم عجیبی دارم، چون اسفند ماهی ام. تو این چند وقته هم که بازی کردیم درست گفتم، همه رو با همه بچه هایی هم که بازی کردیم اینو میدونن. کوروش عزیزم موقعی که گفتن که ماسکا رو بردارین بدون اینکه به کسی نگاه کنه عینکش رو برداشت و هیچ کس رو نگاه نکرد و ریاکشنی هم که ازش گرفتم برای من خیلی محکم که سیاه، حالا یا مافیاست یا مستقله، و نسبت به همون تارگت های قبلی هم که داشتم هنوز هستم. امیر عباس گلاب با اینکه بلند شدی این حرفو زدی برای من سیاه تر از قبل شدی. آقای لورستی سامی گرفته بود، ببخشید. من زنبیل رو دستونم برد. از قبل میگن چوبو که برمیداری گربه دزده خودش در میره. ما یه حرفی زدیم به مذاق خیلی خوش نشست. اول همه
گلاب عزیزم اینجا ریاکشن نشون داد، خانم وحید ریاکشن نشون داد، اگه خاطرتون باشه بلافاصله چالش گرفت و در مورد حرفی که من زده بودم که من گفتم سر هر میز یک نفر معرفی میکنم، این به این معنی نیستش که سر هر میز یکی دیگه مافیاست، چون اصلا اون تعداد مافیا نداریم. چرا به خودتون گرفتید؟ خب یعنی اینکه ما 6 نفر شهر رو اومدیم معرفی کردیم که این 6 نفر شهر حداقل پشت هم دیگه وایسن. پس حواستون، فقط میخوام بگم که به این اتفاقی که داره میفته باشه. بفرمایید. امیر حسین جون بگیر عقب از من. چون تو شهری میگم اصلا شک نکن. خانم وحیدی مسئله شما رو به شهرام گفتید که من هنوز تارگتم شهرام، خانم وحید و کوروش عزیز هستن هر سه. شما به شهرام گفتید که من تارگت اصلیم بودی، اگه شهر رو بیا با هم دیگه شهر رو بگیر یه چیز یه دفعه شهرش کردی. قبلش داشتی صحبت میکردین گفتین تارگت اصلیم شما، ولی بیا با هم دیگه شهر رو نمیدونم یه حرکت رو کن. من تارگتام خانم وحید، کوروش عزیز و کماکان شهرام، شهرام بیشتر از همه. و امیر عباس من تارگتم نبودی، ولی دیسلایک ها و لایک هاتون متوجه نمیشم، حتی به کسایی که دارم میگن که تو نمیدونم اصلا متوجه میشم، یعنی یه جایی دیسلایک و لایک رو برای یه آدم با هم استفاده میکنه، یه ذره مشکوکم بهتون. متشکرم. علی لهراسپی نفر آخری بود که صحبت کرد. قبل از رفتن به رای گیری فقط یک توضیح بدم که ما اگر دوستان احیانا خدای نکرده در بازی به هر دلیلی فوت کردن، به اتاق مردگان میرن، در اتاق مردگان پذیرایی میشن، کماکان یک زندگی از جنس دیگر براشون جریان داره. رای گیری رو از سر صحبت شروع میکنم. 12 نفر در بازی هستن، با 6 رای یا بیشتر دوستان وارد رای گیری میشن. هلیا امامی 2 رای، مینا وحید شما با تأخیر آوردید 1، 2، 3، 4 رای. دستتون رو قشنگ بالا بیارید، نگه دارید که من ببینم لطفا. امیر حسین هاشمی 0 رای، کوروش تهامی 1، 2، 3، 4، 5، 6 داخل دفاع، شیدا خلیق 0 رای، دیبا زاهدی 1 رای، سام درخشانی 1 رای، امیر عباس 1، 2، 3، 4، 5، 6 رای. لطفا بیستید موقع رای گیری. با 6 رای داخل دفاع، متشکرم. بهرنگ 1 رای، شهرام 2 رای. شما با تأخیر آوردی رایتون رو حساب نمی کنم. رای رو لطفا همزمان بیارید. حسین 1 رای و علی لهراسپی 1 رای. 2 نفر وارد دفاع میشن با 6 رای. کوروش تهامی بود فکر میکنم با 6 رای و امیر عباس گلاب. اول کوروش تهامی دفاعی شما رو میشنویم. عرض کنم که خیلی جالبه، بیرون اینجا صحبت این بود که تو اگر مافیا باشی چه اتفاقی میفته و ما چطوری باید لطفاً بلندتر کن چطور باید برخورد کنیم اگر تو مافیا بشی. شما که به حس ششمتون اکتفا میکنین، خب من شما جزو اولین تارگت های من بودین. فکر میکنم که حس ششمتون شاید از اینجا یه ذره قلقلک شد. و اینکه سامی جان، من وقتی که تو داشتی صحبت میکردی، وقتی بچه ها داشتن میگفتن و من تایید میکردم، لایک میکردم در رابطه با تو، خب یه دفعه خیلی کار خطری به نظر من کردی. بالاخره ما باید نظرمون رو بگیم دیگه. به این دلیل من تنها این کار رو کردم و هیچ دلیل دیگه ای نداشتم. من شهروند هستم، نمیشه راجع به یه چیزایی حرف زد، ولی بعداً خودتون متوجه میشین که چه اشتباهی کردین. بذارین به نظرم یه ذره بازی بچرخه و به این سرعت تصمیم نگیریم. متشکرم. دفاع امیر عباس رو میشنوید. من یه سوالی از همتون دارم. آیا شماها آقای سام و آقای بهرنگ و آقای شهرام خان و خانم هلیا رو و آقای حسین رو سفید می‌بینین؟ واقعا همه اینا به شدت ریختن رو من که منو بندازن بیرون. واقعا شما این عزیزان رو سفید می‌بینین؟ من واقعا متاسفم واسه شهری که الان دو دست چرخیده بازی کردیم و
خیلی عجیب غریب دارن منو میندازن بیرون و شما همه پشت این عزیزان وایستادین. خواهش میکنم بذارین بازی کنیم، بازی به چرخه، من خودم رو ثابت میکنم، به همه قول میدم. مرسی. متشکرم. دو نفر دفاع کردن، چون دو نفر در رای گیری هستن به خواب نیمروزی میریم. ما حتما یک خروجی خواهیم داشت. دوستان ماسکا به چهره بجز کوروش تهامی و امیرعباس گلاب 10 نفر حق رای دادن دارن. هر کس فقط به یک نفر میتونه رای بده، پس فکراتون رو بکنید و میتونیدن به هیچ کس رای ندید. ماسکا خوب روی چهره قرار بگیره. بهرنگ جان مطلقاً صحبت نکنید، اگر بار دیگه اینو ببینم رایتون رو میگیرم. ماسک به چهره باشه. ماسکو از پایین به چهره بچسبونید لطفاً. خب، کسانی که به نفر اولی که از خودش دفاع کرد یعنی کوروش تهامی رای میدن، بعد از شمارش من دستا رو بالا بیارن و نگه دارن. 1 2 3 متشکرم، متوجه شدم. دستا پایین. کسانی که به نفر دومی که از خودش دفاع کرد امیرعباس گلاب رای میدن، بعد از شمارش من دستا رو بالا بیارن و نگه دارن. 1 2 3 متوجه شدم. دستا پایین. ماسکا رو از چهره بردار. اعلام نتایج رای گیری. کوروش تهامی 1 رای، امیرعباس گلاب 4. دوست دارم امروز به شهروندام کمک کنم و دوست دارم شهروندی باشم که چون احساس میکنم میتونم به شهروندا کمک کنم که یه جوری تا آخر بازی کنیم که عکس منو بزنیم به دیوار اتاقتون بعد این بازی. وضعیت که چیه؟ خونه تای همت داریم بدیم به مافیا دیگه. چیزی نمیمونه. ولی واقعا برای شهری متاسفم که اینجوری تصمیم گرفت و همین اول کار یه شهروند رو بیرون کرد. من گفتم بهتون قول میدم فرصت بدیم و مطمئن باشین این عزیزانی که من اس بردم سه تا رأیشون از همونا بود. من به شما قول میدم رد خونم رو از بهرنگ علوی رو که حالا بالاخره بیننده ها میبینن دیگه. آقای امیرعباس گلاب میگه من رو قطعی مافیا اعلام کردی. من روز بلاینگ بازی فیلینگامو گفتم. فکر دروغ آوردی. پس شما مشروط کردی. میفهمین که مافیا است. من خواهش میکنم از سام درخشانی خیلی زودیا که برام نمیدونم، ولی خیلی ممنون، خوشحال شدم. متشکرم. از اختیارات گردانندگیم استفاده میکنم چون به شخص شما و صدای شما خیلی علاقه دارم. لطفاً وصیتتون رو برای ما موزیکال اجرا کنید و بعد به اتاق مردگان برید. بفرمایید. وصیت کنم؟ بله. نمیدونم چی باید برم، ولی یه چیزی همینجوری دو خطی. بله، با لذت میشتم. میگه شات من دست خودم نیست دیگه، آروم نمیگیرم. به قول علی روراسی برای بهرنگ علوی بزنینش. مرسی مرسی. به اتاق بعد یه جاشم میگه مردگان دلم از شهروند گرفته که میخوام براش بمیرم. متشکرم متشکرم. ممنونم بارگوز جان. میگه من شهروند رو ببین، فاصله دور رو ببین. خدا لعنت کنه بهرنگ علوی رو. خدا این من انداخت بیرون. من میدونم اتاق مردگان. به شب شماره 1 بازی میریم. ماسکا به چهره با اعلام من 5 4 3 2 1 در سیسیل شب میشود. ماسکا به چهره اجازه عبور نور رو ندید. متشکرم. کل اعضای مافیا بیدار. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. مشورت کنید. شلیک رو به من اعلام کنید. ای بهرنگ، ای بهرنگ. گفتم. گفتم تو این میز اگه دوتا در نیاد نگفتم. بله متشکرم متشکرم. متوجه شدم.
متشکرم، متوجه شدم. امشب در سیسیل بمب‌گذاری داریم. آیا قرار است شهر با یک بمب تهدید بشه؟ متشکرم، متوجه شدم. انتخاب شعبده باز. توانایی چه کسی رو ازش میگیری؟ آقا یا خانم شعبده باز؟ متشکرم. فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. به جهت حرکت و صدای من توجه نکنید. من کاملا تصادفی رندوم حرکت میکنم، فقط برای اینکه شما فریب بخورید. کل اعضای مافیا بخوابن. ماسکا به چهره. دکتر شهر بیدار شه. نجات امشب رو به من اعلام کنه. متوجه شدم. کارآگاه استعلام بگیره. متشکرم. ماسکا به چهره. کارآگاه بخوابه. حرفه‌ای. دو تیر داری. تو به تنهایی میتونی مافیاها رو بکشی. آیا از تیرات استفاده میکنی؟ تفنگدار، صاحب تفنگ، صاحب سه تفنگ، دو گلوله مشقی، یک گلوله جنگی. آیا تفنگت رو به کسی اهدا می‌کنی که فردا در هر لحظه‌ای که خواست بتونه ازش استفاده کنه؟ متشکرم، متشکرم، متوجه شدم. متوجه شدم. تفنگدار بخوابه. اوشن، آیا به همتیمیات کسی رو اضافه میکنی امشب؟ فکر کن، فکر کن. متشکرم. اوشن بخوابه. نفر یک دست جلو. کف دست کسی رو که لمس میکنم فردا صاحب اسلحه خواهد بود. هر زمانی که دلش خواست میتونه ازش استفاده کنه و او صاحب یک گان یا تفنگ خواهد بود. اینکه تیرش مشقیه یا جنگیه رو بعداً میفهمیم. همه دستا رو بندازید لطفاً. کسی که صاحب اسلحه شده با لایت به من نشون بده که متوجه شده. ممنونم. با اعلام من 3-2-1 روز می شود. نفس بکشید، نفس بکشید. لذت ببرید. از نوشیدنی استفاده کنید. Hey day and one day. خب، خداحافظی می کنیم با یک نفر. آخ، امیر رو زدم. امیر حسین به اتاق مردگان میره. تشویقش کن. ممنونم که با ما بودی. حالا رسیدی به اون چیزی که من میگفتم؟ فهمیدی؟ خجالت نمیکشی شهرون؟ این بی‌انصافیه. اینقدر زود. البته باز خوبی شده که شهر ساده رو نگفتم تو این دوتا میز. دوتا اگه در نیاد یه دونه در. تو حالا میدونی کی به کیه؟ بله به شهرام و بهرنگ. بشین حالا ببین مینا وحید. بشین حدس بزن. مینا وحید هست یا نه؟ ما خودمون یه سطح حدس زدیم. مرسی. مرسی. اینجا دنیای مردگانه. خیلی گویا. و این بده. خیلی تلخه. روح چاد. بشین.
خب دو نفر از بازی خارج شدن. شما دو فرصت استعلام تا ته بازی دارید. با اعلام رأی اکثریت من استعلام تا اینجای بازی رو بهتون میگم. آیا مایلید که استعلام داشته باشید؟ چهار رأی کافی نیست. خیلی خوب، سر صحبت با کوروش شروع میکنیم. در جهت عقربه های ساعت میچرخه. نفر آخر مینا وحید خواهد بود. بفرمایید. نمیدونم، احساس میکنم که آقای هاشمی با ماشاءالله این همه چیزایی که برداشت کردن و نوشتن حتما از شهرها بودن و افسوس چقدر حیف که به این سرعت از شهر خارج شدن. به نظرم باید شهروندا یه سره، یعنی اونایی که صاحب کلام قوی تری هستن، به نظرم شروع بکنن دیگه. یعنی داره یه ذره دیر میشه و اینجوری اگر همینطوری یکی یکی بچه ها رو از دست بدیم اتفاقات بدی میفته. من یه ذره راستش گیجم، نه به خاطر اینکه به من تارگت زدی، ولی یه ذره بهت مشکوکم علی جان. به چرخه تا ببینیم چی میشه. متشکرم. بعد من لطفا. دوستان، ما خیلی واضحه که استعلام نباید میخواستیم. بهتون میگم چرا. امیرحسین هاشمی شات شب بوده و آقای گلاب هم با فکت رای گیری که 4 تا رای آورده شهروند بوده. خیلی ساده بوده. من تعجب میکنم از کسایی که استعلام میخواستن. و بر اساس فکت رای گیری آقای تمامی شما صد ساید سیاه بازی هستی. آقای گلاب با 4 رای رفته و شما رایاتون به یه دونه رسیده. من بر اساس فکت رای گیری و بازی شما که برای روز دوم کماکان میگین گیج هستین، با آقای لهراسپی تارگت میزنین، من این سری به شما رای 1 و رای 2 میدم. بله بفرمایید. چالش میشه. بله. عزیز. منم همین رو میخواستم بگم در تکمیل حرفای خانم خلیق. شما خودت دیشب با آقای گلاب اومدی بالا. در مورد رأی‌گیری هیچ نظری نداری؟ شما با یه رأی موندی تو بازی، ایشون با 4 رأی. شما جفتتون البته تارگت های من بودی. و میگید یه کاری بکنین. بعد فقط علی لهراسپی مشکوکه؟ همین؟ یعنی هیچ تارگتی تو این همه آدم نداریم؟ مگه میشه یه دونه تارگت باید بگیرین دیگه حداقل. بعد در مورد رأی‌گیری هم هیچ نظری نداری، ایشون رفته بیرون شما موندی. یه دونه علی لهراسپی داری که اونم تازه مشکوک، تارگت صدت نیست. بعد از بقیه شهروندا تازه کمک هم می‌خوای. شما قطعاً رأی یک هم ندونم. بهرنگ جان، خب بچه‌ها، آقای علوی شما فقط چالش گرفتین که حرفای شیدا جون رو تایید کنین و تکرار کنین که یه یارفروشی خیلی محکم به آقای تهامی بزنین و امتیاز بیرون رفتنشون رو خودتون بگیرین و مثلا خودتون رو سفید کنین. بچه‌ها، آقای علوی با فکتی که من میگم اگر به من اطمینان دارین مافیای قطع بازی هستم. آقای علوی میاد پهلوی آقای گلاب و سوراخ میکنه و میگه شما مافیای شما، مافیای شما، مافیایی، ولی در نهایت تارگتش میشه خانم امامی و آقای تهامی. بنابر این فکت آقای علوی 100 مافیا. ولی من یه سوال دیگه هم از شما داشتم خانم امامی. البته که میخوام این دست واقعا همه تمرکز و همه حرفا راجع به آقای علوی باشه و اصلا یه جوری نکست بدیم بره و من حتی میتونم سایت تعیین کنم، اینقدر میتونم بگم که مطمئنم در مورد مافیا بودن آقای علوی بر اساس این فکت هایی که یعنی میاد به آقای گلاب گیر میده و بعد رأیش میشه این دو نفر، سایت تعیین میکنیم ایشون برن بیرون، اگر ایشون مافیا نبودن من میرم بیرون. و شمایی که رأی تو از من و امیرحسین بر میداری و به آقای تهامی گیر میدی و از اون بر بهشون رأی نمیدی، رأی 1 نمیدی، بازیت برای من عجیب میشه هلیا جون. لطفا اسم ببرید دوستان، شما ما متوجه نمیشیم دارین با کی حرف میزنید. خانم دیبا، من با شما بازی میکنم ولی یه خواهشی دارم ازت.
امشب که میدونیم بخوابیم شب کیه؟ زودیا. یعنی هم مافیا یه دونه از ما میزنه، هم زودیا که دونه میزنه. من یه خواهشی دارم ازت. شما میگی بهرنگ مافیاس و بره بیرون، درسته؟ بهرنگو بذاریم برای فردا. خواهش میکنم امروز توی روز همگی با هم دیگه اجماع میکنیم آقای تهامی عزیز از بازی خارج میشن، فردا بهرنگو خارج میکنیم. امروز با بهرنگ کاری نداشته باشین. دیو من با تو بازی میکنم سامی، خواهش میکنم با هوش باش. و همه بچه‌ای که تا الان بودین خواهش میکنم امروز توی روز ایشون از بازی خارج بشن. فردا در مورد بهرنگ، حالا نبودیم هم اون بچه‌ای که شهر مونده بودن با بهرنگ بازی کنن که تو روز بهرنگو بدن بیرون. مرسی. خب دوستان، نمیدونم چرا به این نتیجه رسیدین که آقای گلاب شهر بوده. برای من هنوز محرز نیست، چون من یکی از کسایی بودم که بهش رأی دادم. نمیدونم، بو کباب شنیدم بعد اومدم دیدم خر داغ میکنن، یا اینکه نه واقعا بو کباب بوده. مثالش بده کسایی که میتونن صحبت کنن خواهش کنم به من بگن که چرا فکر میکنن آقای گلاب شهره. هنوز که مشخص نیست. از کجا میفهمی؟ شما از کجا میدونی؟ در مورد این دو عزیزم، کوروش عزیزم و بهرنگ عزیز، من میگم که خب ما یکی رو با رأی بدیم بیرون. اتفاقا من میگم که بهرنگ رو با رأی بدیم بیرون، اونو حرفه‌ای بزنه. تکلیف برای حرفه‌ای روشن‌تری که بزنه، اینجوری که بهتر پیش میره که. بعد حالا در مورد اون دو نفر دیگه هم من تا ته چالش میگیرم. از میدم دیبا ایشون به شما بده بخوانم چی میگه. خب مرسی که چالش ذخیره نکنید دوستان. خب مرسی که چالش دادی. نکته خوبی رو گفتی که شب هم حرفه‌ای میتونه یکی رو شاد کنه، اما نظر من برعکسه. اینکه آقای تهامی با رأی برن بیرون، چون که حرفه‌ای اگر که اشتباه شاد کنه، یعنی بر اساس این چیزی که شما میگین که از کجا معلوم ایشون سفید پوش ایشون سیاهه یا هر چیزی، بر اساس اطمینانی که روی آقای علوی هست، اگر حرفه‌ای تو بازیه با اطمینان من آقای علوی رو شات کنم و روز رأیمون آقای تهامی باشن. اینجوری بهتر. مرسی. خانم زاهر، چی شد شما به یک باره شدی معتمد این شهر و این شهر باید پشت دست شما بازی کنه؟ چه اتفاقی افتاد؟ این یه دونه بچه‌ای که زاهدین رو فعلا بزرگ کنین، مطمئن شین از شهر و مافیاش حداقل برای آقای درخشانی مشخص کنین. اگر من چالش گرفتم از خانم خلیق قبلش صحبت می‌کردم، شما بازم چیزی داشتی بگی؟ من چالش گرفتم که در مورد ایشون حرف بزنم. اگر قبل از خانم خلیق حرف می‌زدم، باز می‌گفتی شما حرف خانم خلیق رو زدی؟ اتفاقا شما سیاه بازی هستی. چرا؟ چون فکت دروغ وارد کردی. من به هم به امیرعباس رأی دادم، هم به کوروش تهامی، هم به الیا امامی. چرا داری میگی من به اون دو تا رأی دادم به این رأی ندادم؟ ایشون تو روز بلایند اصلا به من تارگتی نزده بود، ولی من بهش زدم. فکتم هم چی بود؟ گفتم این همه قبل از شما حرف زدم ولی شما چیزی نگفتی. چرا فکت دروغ وارد بازی میکنی؟ من بهش رأی دادم. من به هر سه عزیز رأی دادم، هم خانم امامی هم خانم تهامی. من فقط پهلوی ایشونو سوراخ نکردم. ایشون بلند شده 5 تا مافیا داره اعلام میکنه که بالاخره یه دونش در میاد سفید. این بازی اگر هم در واقع مافیا نباشه داره شهرنمایی میکنه. این بازی از نظر من بازی مافیاییه. الان ایشون در واقع رأی بنده هستن، مشترکم هست. باز میخوام من با شما یه معامله میکنم خانم زاهد. اگه گان تو بازی هست بلند شه منو الان بزنه ساید با خانم زاهد در بیاد. گان اگر تو بازی هست اینجوری خوبه؟ تیر الان همین الان اگه تو بازی هست بلند شه منو بزنه سایدتون با خانم زاهد در بیاد. خانم زاهد مستقل بازی. خانم زاهدی. زاهدی. متشکرم. خب آقای درخشانی ببین، فکت رأی گیری در واقع اینطوری میشه. ما اولا که یه اشتباهی کردیم، چون اینا همیشه تذکر رأی گیری رو به ما میدن، میگن دو نفر رو بالا نیارید.
خب حالا ما یه اشتباهی کردیم، آقای گلاب و آقای تهامی رو آوردیم بالا. فکت رأی‌گیری میشه، ما میریم خواب نیمروزی، آقای گلاب 4 تا رأی میاره که توش قطعا 3 تا مافیا بهش رأی داده و آقای تهامی با 1 رأی میمونه تو بازی. اینی که گفتین متوجه نشدین اینه که به نظر من خیلی هم میشینه. من پشت دست تو بازی میکنم دیبا، ولی یه چیزی برای من خیلی عجیب میشه، بهرنگ علوی اینقدر یار فروش ما اگه آقای تهامی رو بخوایم بدیم بیرون، بندازتش بیرون، چون من خیلی با آقای علوی بازی نکردم. من پشت دست دیبا زاهدی بازی میکنم. خب رفقا، من در عجبم بهرنگ جان و سام جان و شما که این استعلام رو خواستین. خب بالاخره 30 جلسه بازی کردیم. اگر نگین که دوباره حرفای شهید خلیق و اگه نمیزدی چی میزدی، این یه مشخصه دیگه. 3 تا مافیا رأی دادن و اون رأی آورده و رفته بیرون. من نمیدونستم، چون من امیرحسین هاشمی از اول 1000 شهرم بود، رو ایشونم نه رأی اول دادم نه رأی دوم، به شما هم رأی ندادم، چون مبهم بازی میکنید. یعنی حتی اگر مستقل رو هم بازی میکنید مفهومی نداره، یعنی واقعا هیچی به بازی اضافه نمیکنید. من اینجای بازی میخواستم بگم حسین جان، تو تا یه جایی داشتی پهلوی منو سولاخ میکردی، کشیدی عقب، بلایند هم گفتی از شهرام قائدی چیزی در نمیاد، سفید در نمیاد، اونجا گفتی سفید، از اونجا دنبال زودیاکی، دوباره دنبال زودیاکی. من میخواستم بگم تو این میز من به تو کاری ندارم، من میخوام شهرامو اعلام کنم. من احساس میکنم سامی شهره و یه ذره از بازی فاصله گرفته که اینجوری داره بازی میکنه، حسم این میگه، با اینکه این نظراتی که میدی شهرگونه نیست، ولی من میخوام بگم با اطمینان کامل که سفیدای من طبق فکتایی که مینوشت، اصراری که داشت، بدبستونایی که با هم داشتیم شهره، خدا کنه تو از اون سرچشمه باشی یا اهل اون باغه باشی و مزرعه رو به فنا نداده باشی. من پشت دست شما بازی میکنم. کوروش جان اگه شهری هیچی اضافه نمی کنی، الان رأی بدم من میدم، خدایی تو دفاعت هم هیچی نگفت. این که میفرمایید من 5 تا رأی داشتم و بعد تو رأی دوم 1 شد، خب مافیا میتونه این کار رو برای یک نفر بکنه برای اینکه بدنامش بکنه. میدونین چی بهتون میگم؟ یعنی این حتما نباید طرف مافیا باشه که این اتفاق براش بیفته. یعنی میتونه مافیا این کار رو بکنه که این آدم، یعنی یه نفر رو، حالا منم شک دارم الان رو گفتای همه بچه‌ها که آقای گلاب مافیا بودن، ولی میتونه یه نفر رو بندازن بیرون و یک نفر رو بذارن برای دست بعد که این اتفاق بیفته، با همین استدلالی که شما میکنی. ضمن این که من وقتی که به آقای لهراسپی گفتم شک دارم، ببخشید بعد مستقیم شاید میگفتم تارگت، ولی فکر میکنم دیگه الان توی یک جایی هستیم که وقتی میگیم شک دارم این همون تارگت میمونه. من به این منظور گفتم. رفقای نازنینم باید عرض کنم خدمتتون که مافیا حتی اگر جناب کوروش عزیزم یارش نباشه، اینو مطمئن بود که فردا دوباره میارتش بالا، شهر میارتش بالا، و اینو میدونم که امیر عباس گلاب که هممون میدونیم شهر بوده دیگه، 4 تا رأی 3 تا مافیا. آره کلا به ادبت خدا. کوروش عزیزمون هم نگه داشته، مافیاش هم نمیندازمش بیرون دفعه، چون هممون این اتفاقو داشتیم که میریم سراغ کوروش. و خواهش میکنم الان خیلی بچه به همش نریزیم، شهرام به هم نریز بازی رو، من ازت کشیدم کنار، جو خراب نکنیم، صحبت های تکراری نکنیم. الان صحبت اون اینه عزیز جان، جناب تهامی نازنین توی روز خارج میشن، شب به امید خدا که حرفه‌ای هست بهرنگ نازنین رو میزنه، بعدم استعلام میگیریم. استعلام گرفتن سامی تو اینجا برای من یه ذره چیز شدی، استعلام تو این موقع اشتباه است، تکلیف مشخصه، یکی رو که شب زده کی زده؟ دایی من نزده که، اینم که تو روز 3 تا مافیا داده بیرون. پس خواهشن همون صحبتی که کردی و اینکه برنگ جان میگی چی شد شما معتمد شدی، باهوشی دیگه، جمله آخر معتمد شد معلومه. ببین اینکه گفتی حسین اشتباه، منم گفتم استعلام میخوام، یه ذره محاسباتمون اشتباه. ببینید تک رأیی که به کوروش داد من بودم، تارگت اولم من بود، من عجیب بود واسم که چرا شهرهای دیگه رأی ندادن. تارگت به نظر منم الان
کوروش رو بدیم بیرون و شما من نمیتونم چی گفتی شهر آن به کوروش میگه اگه شهری خودت ثابت کن میگه تکلیفش روشنه دیگه صحبت نکنید شهران خدمتتون عرض کنم که من به نظر من الان با رای گیری اجماع کنیم کوروش اول بدیم بیرون که قطعا مافیا بازیه و بعدم من پشت دست شما هم خانم زاهدی بازی میکنم نمیخواین چالش؟ مافیا خیلی خوب داره بازی میکنه یکی از بهترین شهروندامون رو داد بیرون یعنی یکی از دغدغه‌مندترین شهروندامون رو دادش بیرون متاسفانه و اینکه ما میتونیم دو تا شهر رو برده باشیم بالا یعنی من خودم توی رأی‌گیری اول تو روز اول همیشه رأیمو میدم ولی رأی دوم هیچ وقت نمیدم بعد من برای آقای تهامی نمیدونم چرا انقدر حجم زیاده من به اون فکت نرسیدم من به اون اتفاق نرسیدم که بخوام بهشون تارگت بزنم از اون اول همه دارن میگن آقای تهامی آقای تهامی الان ازشون دفاع نمیکنم و بگین تو پشتی داری ازش دفاع میکنی ولی من نرسیدم بخوام بهش رأی بدم بعد خانم زاهدی دیبا جان ببین من نیومدم از شما بکشم عقب کنارگیری بکنم و به ایشون تارگت بزنم بعد بگی بهش رأی ندادی اتفاقا من برگشتم گفتم ایشون برای من الان چون این همه تارگت خورده سفیدتره الانم شرایطو خطرناک دارم میبینم از اینکه ایشون داره میره بیرون من تارگت هامو میخوام بگم آقای قائدی، آقای علوی و خانم خلیل بفرمایید. کسی تارگت بفرمایید. ببخشید چالش. بچه‌ها ببخشید. اینجا خیلی از شما ها میایین واسه دوربین بازی می‌کنید. آفرین. درود بر تو. یه نفر صدا می‌کنید بیاد دفاع کنه. میاد برای دفاع. چه حرفی آقای گلاب زد که به دل شما نشست که بهش رأی ندادین؟ جز این که ترسیدیم که یه دفعه فردا تماشاچی ببینه بگه وای چرا رأی داد به یه نفر که اگه میکشینش تو دفاع باید یه حرف جذابی بزنه که بعد عقب نشینی کنید اینقدر محتاط بازی کردن و اینقدر واسه تماشاچی بازی کردن مفهومی نداره من کشیدمش بالا چون به نظر من مشکوک بود دفاع خوبی هم نکرد بهش رأی دادم حالا الان که معما حل شود چه آسان شود همتون شدین علامه دهر دیگه میدونین که این سفید بوده و بی خود بیرونش کردیم و فلان این حرفا چرا کشیدینش تو دفاع اگه سه تا رأی هم می آورد سه تا مافیا هم بهش رأی میدادن باز رأی می آورد میرفت بیرون من یه نفر فقط این مثلا این کارتون درست نیست واسه دوربین بازی نکنید واسه خودمون بازی کنید بعدم اینکه مافیا الان مگه نمیگیم دو نفرش مشخصه فرصت چالش کوتاه‌تره سام اونایی که بچه زرنگ‌ترن اونایی که خیلی بارترن میگن دو تای دیگه کیه اینا که دیگه مشخص شدن مرسی ایشون شاید با تو بازی کرده میگه شما سفیدی ولی داری اشتباه میگیری اگه اشتباه میگیری درست بگو حرفات خیلی مشکوکه شما میگی چه فکتی دارید که ایشون شهر بوده دو بچه‌ها یه فکتی میارن شما چه فکتی داری اینقدر وایسادی مافیا بوده نمیدونی اوکی دوستان جواب ندید ترن صحبت خانم من برم شما ببینی شما میگی برام هنوز من اون اولش گفتید روتون یعنی من چیز نمیدم بگم شما تارگتینگ گفتید آقای کوروش گفتم اولش یه ارادتی دارید الان دیگه خیلی تابلو میخواید بگم براتون خیالتون راحت شد ایشون تو بلایندی بلند نمیشه بگه من بازی بلد نیستم دور اول میگه من بازی بلد نیستم یعنی چی یه دونه تارا تارگت نزده پشت تارگت هم دیگه قایم نشید به قول ایشون آره دو تا تارگت که الان داریم خیلی هم جالبه خانم دیبا شما با اینکه از اون اول دست رو من بلند کردید بر من الان سفیدید لااقل با یه فکت اومدید بالا شیدا هم همینطور چون داره الان بازی میکنه فعلا چرا ایشون میشه برای توضیح میده که چرا تو رای گیری اول این بره که یه دفعه حرفه‌ای شک نکنه شما اتفاقا شما خیلی زودیاکی بر من بازی میکنه ببخشید قیافتون تو کنید من نمیگم شما زودیاکی قیافتون هم اینجوری اگر که شما شهری بیا کمک کن دوباره همون اشتباه رو تکرار میکنی یه بار دیگه توضیح بده این خیلی عجیبه اصلا شما میگی ایشون زودیاکی اصلا قیافش به زودیاکی نمیخوره بر من سیاه هستن زودیاکی بازی نکردن جمله آخر امیدوارم از بعد هر کی دیگه هیچی نمیگم
متشکرم. وارد رای گیری روز دوم میشیم. 10 نفر در بازی هستن. دوستان با 5 رای وارد دفاع خواهند شد. از سر صحبت کوروش شروع میکنم. کوروش تمامی؟ به نظرم بهرنگ و کوروش الان میان بیرون. من به نظرم کوروش میاد بیرون. مافیا کوروش رو میده بیرون. یک، دو، سه، چهار، پنج، 6 رای داخل دفاع. دستا رو بندازید. شیدا خلیق. 0 رای. دیبا زاهدی. 0 رای. سام. 0 رای. بهرنگ. 3 رای. شهرام. 0 رای. یعنی چی شهرام؟ 0 رای. حسین. 0 رای. علی. 2 رای. خانم هلیا. 0 رای. و خانم مینا. 0 رای. تک دفاع کوروش تهامی با شما. این کوروشان دفاعیه شما رو میشنم. خیلی برای من واقعا عجیبه. چرا باید من دوبار بیام برای دفاعیه؟ ایبی نداره، من میرم بیرون، ولی بعداً متوجه خواهید شد. من فکر میکنم به هر حال مافیا داره خیلی خوب عمل میکنه و اساسی داره سعی میکنه شهروندا رو بده بیرون. دو تا قالتا. یه بارم گفتم اجازه بدین یه ذره بگذره تا بتونم از توانایم استفاده کنم. دفاع دیگه هم ندارم. عالی. اخراج. بله تمام. چون کماکان 10 نفریم به 5 رای نیاز دوستان برای اینکه کوروش در این لحظه بازی رو ترک کنه. لطفاً به دفاعیش فکر کنید چند لحظه. به تمام اکتاش، لایکاش، دیسلایکاش، ترنایی که صحبت کرده، چالشایی که گرفته فکر کنید و بعد من رای گیری خواهم کرد. 9 نفر حق رای دارن. کوروش باید 5 رای یا بیشتر بیاره. کسانی که علی‌رغم دفاعی که از کوروش تهامی شنیدن، کماکان معتقدند که کوروش باید در این لحظه شهر رو ترک کنه، بعد از شمارش من رأی بدن. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 رای. متشکرم کوروش جان. وصیت کنید. امیدوارم که شهروندا بتونن موفق بشن. چیز خاص دیگه ای ندارم بگم. متشکرم. به اتاق مردگان میرید. تشویقشون کنید. چرا تو اینجوری بازی کردی؟ پشت شهر نرفتی؟ خیلی با شهر بازی میکردی. خیلی ولی خسته نبود. مرسی. تو خسته شد. اینقدر دلم سوخ برای تو. چیز زده. بی معطلی به شب شماره 2 میریم. با اعلام من 5 4 3 2 1 تاریک میشود. شب شماره 2، اولین شبی که با زودیاک کار خواهم داشت. کل اعضای مافیا بیدار شن. شات به دست آل کاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آل کاپون. شو رو مشورت کنید. شلیک رو به من اعلام کنید. فری به جهت حرکت و جهت صدای من رو نخورید. من حرکت میکنم، حرف میزنم که شما فریب بخورید. من منتظرم که ماکن نشاط امشب رو به من اعلام کنید. متشکرم. متوجه شدم. بمب‌گذاری داریم. آیا بمب سیسیل رو تهدید خواهد کرد؟ به من اعلام کنید. ای صاحبان کارت‌های قرمز.
ظاهراً بمب‌گذاری داریم. متشکرم. خب پس بمب‌گذاری داریم. انتخاب شعبده باز. ای شعبده باز توانا، قرار توانایی چه کسی رو ازش بگیری اگر در بازی هستی؟ متشکرم، متشکرم. فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. فرصت طولانی نیست، شب طولانی نیست. متشکرم. اعضای مافیا بخوابن، ماسکا به چهره. دکتر، نجات امشب رو به من اعلام کن. دکتر بخوابه. استعلام کاراگاه. متشکرم. ماسک به چهره، کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. حرفه‌ای بیدار شه. آیا امشب شلیک داریم؟ آیا از تیراد استفاده می‌کنی؟ حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار، صاحب تفنگ، تفنگدار. اگر در بازی هستی به من اعلام کن. ما فردا در سیسیل کسی رو داریم که صاحب تفنگه. متشکرم. تفنگدار بخوابه. متوجه شدم. نقشه مستقل جذاب بازی زودیان بیدار شد. شب شب توه. تاریکی های سیسیل امشب مال توه. به چه کسی شلیک میکنی؟ شهر میکشی؟ یا مافیا؟ ای زودیاک، ای سریال کیلر جذاب. متشکرم، متوجه شدم. بخوابه. اوشن به تنهایی بیدار شه. آیا کسی رو به اجماع زیر پوست شهر اضافه میکنی؟ شهروند نسبتاً قطعی پیدا کردی؟ دوستان نفری یک دست جلو. نفری یک دست جلو. دستی رو که بهش اشاره میکنم با اوشن امشب بیدار خواهد شد. دستی رو که بهش اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار خواهد شد. به دستی که اشاره میکنم امشب با اوشن بیدار خواهد شد. مطلقاً راجع به نقشاتون صحبت نکنید. فقط مشورت کنید. فرصت شور و مشورت زیاد نیست. از چشمان بازتون، از فرصت چشمان بازتون استفاده کنید. از اینکه شهروندان آگاه هستین استفاده کنید. لذت بخشترین اتفاق جهان این که شهر شهروندان آگاه داشته باشه. متشکرم. یاران اوشن بخوابن. فرصت شما تموم شد. ماسکا به چهره. نفری یک دست جلو که من تکلیف تفنگ فردا رو معلوم کنم. فردا هر لحظه ای که اراده کردید، ای کسی که صاحب تفنگ هستید، میتونید از این تفنگ استفاده کنید. هر لحظه ای که اراده کردید میتونید از این تفنگ استفاده کنید. نیازی نیست که در ترن خودتون باشه. دستا رو جمع کنید. صاحب تفنگ با لایک به من نشون بده که متوجه شده. با اعلام من 5 4 3 2 1 خورشید در سیسیل طلوع می کند. روز می شود. صبح بخیر. نفس بکشید، لذت ببرید. نفس بکشید. از نوشیدنی هایی که روی میزتون استفاده کنید از Hey Day and One Day. نوش جهان. بله. خب خداحافظی میکنیم با چند نفر؟ سه نفر.
یک نفر. متشکرم، تشویقشون کنید. به اتاق مردگان میرن. معنی اسم من هست نور خورشید. یعنی من نور شهرتونم. دقت کنید به حرفی که دارم میزنم. سعی کنید منو حفظ کنید تا شهرتون تاریک نشه. به نظر من خودتو توی یه خطر خیلی جدی میندازی. با احترام، من کم نور دوست دارم. نیکست. با یه شاهد خوبت بود، چرا بیدارش نکردی شب؟ الان شاهد منم. خانم چرا بیدار نمی کنی؟ نه درست بیدار کنی، زدنه، شات بودی. تو مافیات درست بود، سه تا درست بود، مافیا بودن. آقای تهامی هم زودیاک بود که ول نمی کردیشون. بمبگذاری داریم اما جلوی همش امروز باید بریم سراغ این میز. لطفاً خالی کنید جلوی خودتونه. بمب جذابی هم هست. با افتخار و اشتیاق به شما تقدیمش میکنم. اینجا هم آب هست، زیاد هم هست. مراقب باشیم خونسانش. بفرمایید. این ابتدای روز کار گذاشته میشه. تا پایان این دور شما خیلی عادی در بازی هستین، صحبت میکنید، ترن خودتونو دارید، بقیه هم میتونن. بالاخره این یک فکته که در بازی الان هست، یک اطلاعات دیتاست. 4 سیم داره. یکی از سیم ها این بمب رو خونسا میکنه و 3 دیگه بمب رو منفجر میکنه. البته راجع به این بمب صحبت‌های دیگه هم هست که در ادامه میگم. سر صحبت کوروش بود. استعلام میخواید؟ استعلام میخواید؟ بله. 4 از بازی شما تا اینجا خارج شدن. که از این 4 2 یک شهروند دیگر، یعنی 3 و یک زودیار. شما نقش مستقل بازی رو کشت نمیدونم. کماکان هر 3 مافیا در شهر حضور دارن. دوستان، من 2 نکته نوشتم، خواهش میکنم این دست رعایت بکنید. من تا اونجایی که یادم میاد شب گذشتم تفنگدار یه تفنگ داد به یه کسی. من اینطوری شنیدم که تفنگ اهدا شده. تو رو خدا بزنید. یعنی تفنگ حتی اگه مشقی باشه ساید مشخص میکنه، خیلی به دردمون میخوره. و با توجه به اینکه آقای علوی کماکان توی بازی نشسته، من حد میزنم که یا متاسفانه، نه اصلا نمیتونم اینو بگم، در صورت ما فکر کنم آقای علوی رو باید با اجماع بدیم بیرون. اینطوری بهتره. آقای درخشان، با توجه به اینکه 3 مافیا توی بازی مونده، بازی شما یکم برای من عجیبه. ببین، شما بلند میشی میگی که دارین ترسو بازی میکنید و اینا، ولی تارگت نمیزنی و برای 3 دسته که تارگت مستقیم نداری. من فکر میکردم شما ساید مستقل بازی هستی، ولی الان که فهمیدم مستقل بیرونه و در واقع 3 مافیا توی بازی هستن، من یکی از تارگت هم شما هستیم. خب بچه، من فکر میکنم که احتمالا حرفه‌ای رو یا بستن دیشب که نتونست شاس بکنه، و یا اینکه متاسفانه بیرون از بازیه. بنابراین برای اینکه یک مافیا بیرون بره و شهر تو خطر نیفته که کلینشیت بشه، چون زودیاک هم تو بازی نیست، خواهشن نکس بدیم آقای علوی برن بیرون. میتونیم بعدا در مورد بقیه مافیا صحبت کنیم. به شما شک دارم، به آقای قاب، به همه تقریبا میتونم بگم شک دارم. چالش کسی میخوام؟ شما میخوام بگم. خب این عجیب، تازه میگید آقای درخشانی یکم عجیب داره بازی میکنه. من از ابتدا گفتم آقای سام درخشانی داره
یعنی اول که تارگت هم بود، بعد که شما اومد یکم سفیدش یعنی بهش بگی که آقا چیزه، گفتم آقا پس تمام هر، یعنی من یک حرکتی که من قانع بشم که ایشون نیست، منم فهم کنم زودیا که اینطوری داره تابلو ایشون لازم من دارک، اگر من رفتم اینو بدونید که چیه. من رو شما هنوز رأی ندادم، ولی برای من بسیار وایستادم رأی ندم، تارگتم نشی که ببینم چی کار میکنی، چون تارگتم شدی که خطرناک شد. عجیب از شما لید میکردی ما رو، اینکه لید نمیکنی ساکت نشستی و بلند میشی به جای اینکه بزنی به کسی که به شما خودشو تارگت بک کنی. اگه شهروندی هستی که دلت بسوزه، به جای تارگت بک کردن باید کمک کنی. من تارگت میخوام از شما و شما، وگرنه شب دیگه ببینیم حرفه‌ای چه کار میکنه. خانم وحید بشکنه دستم که نمک نداره. از خودم تارگت میگیری، یعنی چالش میگیری، بر علیه خودم استفاده میکنی. خیلی ممنون. دیگه فکر میکنم الان مشخصه شما که بوم جلوته دیگه چرا تو این بازی میری که منو علکی میکشی تو بازی مافیا. فکر میکنم دیگه الان برای همه مشخص بشه که من شهرم، دغدغه شهرم دارم. اتفاقا توی این لحظه وقتی که خانم شیدا زودتر از این که نوبتش بشه چالش میگیره و حالا یک نفر دیگه ای رو میخواد بیاد بنزه تو بازی که اون یک نفر رو از بازی خارج بکنه، برای اون رأی جمع بکنه، بیشتر از همه مافیا میشه. خانم شیدا مافیای بعدی هستن. اگه شما دنبال تارگت هستین، اینم تارگت خانم شیدا. بفهم. من حاضرم بازی رو به مافیایی که با فکت با من بازی کنه ببازم. چه اتفاقی میفته؟ شب بلند میشین، روز بلند میشین، آقای علوی. تا قبلش آقای علوی تارگتتون نبود، هیچ فکتی هم نبود. خانم زاهدی بلند میشه با فکت من، با تارگت روز بلایند من، آقای تهامی رو میزنه. بعد حالا چی کار میکنه؟ یه شیکی هم میکنه، میگه بهرنگ علوی، اوکی، اگه کوروش تهامی تارگتت بود چرا روز اول یه دونه رای داد؟ با لایک و دیسلایک به من نشون بده بین آقای تهامی و امیر عباس گلاب به کدوم رای دادی؟ به گلاب یا تهامی؟ ایشون وسط باز بازی هستن، به هیچ کی رای نمیدن، به همم تارگت میزنن. مگه میشه تارگت بزنی دو نفر اومدن بالا رای ندی؟ ریت شما بالاتر از ریت من نیست. شما چیکار کردی برای این شهر؟ فقط بلند شدی گفتی آقای علوی با چه فکتی؟ بعد حسین پورکریمی بلند میشه میگه حرفه‌ای هم بلند شه بزنه. تو مطمئنی از مافیا بودن من که حرفه‌ای اشتباه بزنه بره بیرون؟ با فکت دیبا زاهدی برای میزنی؟ نه این نیست واقعا بازیش. یه سوال دارم از شما. شما که به من چالش ندادی من تارگت آخرام بگم در مورد خانم زاهدی. جنبندی بفرمایید بهرنگ جان. سام درخشانی میگم روز بلایند بازی با شوخی برگزار میکنه. ایشون بیشتر به بازی اضافه کرده یا من که الان من مافیای قطع شمام؟ ببین متشکرم. یه جوری بازی نکنی فرد و مردم دیدن به اون بخندن. متشکرم. دوستان لایک ها و دیسلایک ها ابزار شما هن برای بازی. جنگ اینجا سامی. خب آقای علوی وسط باز بازی رو استعلام گرفتیم بیرونه، بنابراین به من نمیچسبه. من شهروند بازی هم. گفتم شما بری بیرون، اگر شما مافیا نبودی من میرم بیرون دیگه. اینقدر مطمئن دارم میگم فکتم برای شما چیه؟ شما روز اول گیر دادی با آقای گلاب، بعد تای صحبت تارگتات خانم امامی و آقای تهامیه. اصلا به آقای گلاب تارگت نزدی، هی بهش گیر دادی و بعدش تارگت نزدی. شما مافیای قطع بازی هستی و اینکه میگی که چرا به هیچ کدومشون رأی ندادی به خاطر اینکه روز اول بازی بود و بالا آوردن دو نفر کاملا کار اشتباهیه، چون پوش مافیایی میشه یه پر شهر میره بیرون. زمان چالش کوتاه‌تره. متشکرم. حتی لطفا خواهشن این دست با من بازی کنین و تک رأی دو نفر رو نیاریم بالا. اگر بخوایم به دو نفر رأی بیارین همون اتفاق میفته که به شهر من افتاد. فقط آقای علوی بره بیرون. ببین بهرنگ جان، اینا شاید این فکتا جور شده که گفته بشه. من کاری به این فکتا ندارم. من به همون سرچشمه و همون یه فکت بستمه. چون من اگه فردا شما بیرون باشی و بدونم من یقه این خانم رو دیگه ول نمی کنم، چون انقدر با اعتماد به نفس و مطمئن، من فکر میکنم اون فکتا جور شده که یکی کیک نشه. خب کاری به اون ندارم. ایشون به قطع و با اعتماد به نفس میگه شما از یه جمع انداختم همه هم لایک دادن. این
الان این زیر این اتهام سخت در رفتنش بهرنگ جان. بمب که جلوی ایشون بعید میدونم واقعا، هم به لحاظ بازیگری هم به لحاظ تو مافیا تو این جای برنامه، اگرچه بعید میدونم و تا دقایق دیگه هم مشخص میشه، الان در موردش نمیخوام صحبت بکنم. تا قبل از که استعلام بگیریم زودیاک بیرون باشه، من حس زودیاکی بین حسین و سامی تو سرم میچرخید ولی در موردش حرف نمیزدم. ولی الان زودیاک بیرونه بچه ها، من الان سه مافیام رو تقریبا پیدا کردم، یعنی چیزی که تو فکت بازیه. تکلیف شما دو عزیز که بیاد تو رای مشخص بشه و فردا من به شدت با آقای لهراسپی مشکوک بازیم. از اول ماجرام ریختی رو من بدون فکت داری، من که کارت خودمو میدونم. جمله آخر بدون فکت میزنی، اونجا هم زدی. اگه گان من تایید میشه، بله، من آقای لهراسپی رو میزنم. ببخشید شلیک اتفاق افتاد اما چیزی در پی نداشت. متشکرم. نفر بعد. خب بچه ها، بهرنگ خیلی مشخصه که مافیاست، ولی یه نکته ای من تو حرفش گرفتم که لازم دونستم بهتون بگم، که یکی از نقشه رو اصلا لو داد، معلوم شد اصلا چه مافیایی هستش، که اصلا حرفه ایرم خودش بسته بوده چون شناخته بوده، چون رو به حسین کرد و گفتش که آقا شما رو حرف فلان شلیک میکنی به من. حالا مطلقا راجع به نقشا صحبت نکنه دوستان. با شهرام موافقم، خیلی سریع بازی رو جمعش کنیم بره. شیدا خانوم، بهرنگ و علی لهراسپی عزیز. خب روز اولی که گفتم بهرنگ تو شب بره بیرون، ایشون تو روز با رای گیری بره بیرون، اصرارم داشتم به این قضیه. باید باهوش باشی که متوجه بشی. هم مافیا برای ما حداقل فکر میکنم دوتاشون خیلی شوان، اونایی که شهروندن یاران اوشنن اینا حواسشون باشه، خیلی شوان. خدا رو شکر ما دیگه کسی رو نداریم به اسم زودیا که بخواد تو شب بزنتون، و مافیا شب یه نفر میزنه. اوکی، پس ما تو روز یه مافیا میریم بیرون، تو شب اگر که حرفه‌ای تو بازیه اون یکی مافیا رو میزنه به همین راحتی. مرسی. نفهم. نه قبلش صحبت. خانم زاهدی چرا فکت دروغ وارد بازی میکنی؟ این برنامه ضبط میشه و پخش میشه. من به هر سه نفر رأی دادم، تارگت هام بودن و رأی دادم. فکت دروغ، ببین فکت دروغ میاری بعد علی لهراسپی که هیچ فکتی نداره رو فکت تو به من لایک میده. سام من از با چه فکتی منو مافیا میکنی؟ تو چی به این بازی اضافه کردی؟ سه تا مافیا تو این شهر نشسته. بعد این فکتی که آوردی چرا به حسین گفتم؟ برای اینکه حسین گفت حرفه‌ای بلندشه بزنه، برای همین روی سخنمون بود. چرا یه نقشی رو به من اطلاق میکنی دروغ؟ روی سخنم اینه. الان تو داری به من اطلاق میکنی که پس نقشش هم فلانه؟ قشنگ داری اینجا هم میزنی بس. خدمت رو عرض کنم که کارتامونو که هم دیدیم دیگه، به نظر من هر کسی به من گیر داده مافیاست. تو این موقعی که همه تارگت داشتن روی کوروش تمامی عزیز، شما و سامی یه دفعه ریختید رو امیر عباس گلاب، اصلا عوض کردید داستان رو. یه دفعه خیلی شیک اصلا عوض کردید داستان، رفت رو امیر عباس گلاب. یه دفعه نمیدونم چرا اون رأی اونجوری شد، اون اتفاق افتاد. الان وقتش نیست، منم نکس میدم پشت دست شما بازی میکنم. به نظر من بعید میدونم، آره این تکلیف این بمب که روشن میشه، تکلیف این خانمم روشن میشه، ولی من فکر میکنم که مافیا حتما بین شما و خانم شیدا، بین این چهار تا ستا اسم ببرید، بین خانم شیدا، سامی عزیز، بهرنگ و شهرام عزیز که تارگت من بودن. ولی من الان پشت شما بازی میکنم و من میگم که رأی بدید تو بازی اجماع کنید. پس چالش بفهم. من کشیدم الان باید منو تیکه پاره کنی. اگه جنگی بود الان تو بازی نبودی. این نیست آقای لهراسپی، این نیست. آخه دیگه نمیشه هیداد تعارف میزنین. الان باید منو بدی بیرون، اگه زورت میرسه باید منو تیکه پاره کنی. من زدم شما رو، بعد دوباره چهار تا. خب این که الان تکلیفش روشن میشه، ولی اگر که شب باز اتفاق افتاد
من تارگت صد شما بودم. از اول بازی تکلیف این خانم روشن میشه که اصلا مطمئن بودی من مافیا. از اول تارگت صدتون بودم. من فعلا رو شما یه حساب میزنم، چون دوستانی که بیشتر از من بازی کردن آقای درخشانی را فعلا سفید نگه میدارن، حالا به خاطر شیطنتتون و ارادتی که دارن فعلا میگم برای شیطنتتون. شما هر چیز از شما بعیده، شما الان باید بلند شی اصلا خانم زاهدی رو بیخیال شی، چون الان برای من با 100% صحبت میکنی که بعدا اگر که 100% نباشه و جواب بدن دیگه. پس شما نباید ایش باید الان بلند شی، این از شما بعیده. من روی آقای علوی نظرم شیدا جان مشکوک میزنین، اون گوشه نشستین. آقای لهراسبی فعلا با آقای علوی، منم که مشخص میشه. متشکرم. نفر آخر هست. آقای قائدی، من اگر جای شما بودم گانو رو آقای لهراسبی نمیکشیدم، روی آقای علوی میکشیدم. این کار شما به نظر من عجیب بود، یعنی حتی اگه مشقی بود بعد شما تلاشتون رو روی ایشون میکردین. این از این. دیبا ببین، تو سفید هستی کاملا. آقای علوی، آقای لهراسبی دو دسته. فقط این جمله رو به شما میگه که من پشت دست شما بازی میکنم و شما راضی میشی، خواهش میکنم این کارو نکن. ایشون به فکتی که آقای قائدی راجبش میاره که روش گان کشیده و اصلا راجبش صحبت نمیکنه و اساسا هیچ صحبت ویژه‌ای نمیکنه، خواهش میکنم، پشت این قضیه داره قایم میشه. آقای لهراسبی رو من دارم، آقای علوی رو دارم و آقای درخشانی. ببین، استعلام میگیریم، میگه سه تا مافیا هنوز تو بازی هستن. خب من معلومه که بعد من که راجب آقای علوی صحبت کردم، گفتم وقتی حرفه‌ای نتونسته کارشو انجام بده، پس تکلیف آقای علوی مشخص میشه که توی روز بعد بره بیرون. وقتی سه تا مافیا میگه هنوز تو بازی، خب معلومه که من بعد تارگت های جدید اعلام بکنم. شما چرا ناراحت شدید من شما رو گفتم سر دست چالش گرفتم؟ شما بازیتون مشکوکه بسیار زیاد، شما و آقای لوباسی و آقای علوی. بمب در بازی داریم دوستان. به خواب نیمروزی زود هنگام میریم. ماسک ها به چهره اما تاریک نمی شود. کاملا به صورتتون بچسبونید ماسک ها رو. خطاب صحبت من فقط یک نفره. محافظ، اگر در بازی هستی، آیا مایلی که جونتو فدای کسی بکنی که جلوش بمب گذاشته شده؟ اگر مایلی کد رو به من نشون بده. متشکرم، متوجه شدم. محافظ بخوابه. با اعلام من از خواب نیمروزی برمیخیزیم. 5 4 3 2 1 ماسکا رو بردارید. محافظ تصمیم گرفت که تلاشش رو بکنه که خانم مینا وحید رو نجات بده. باید ببینیم آیا کد رو درست گفته یا نه. من میشمارم، اتفاقی که برای بم میفته به ما میگه که آیا کد درست بوده یا نه. 1 2 3 بم خونسا شده. بهتون تبریک میگم، شما کماکان در بازی حضور خواهید داشت. خطر بمب برای ابد از سر سیسیل رفت شد. چرا خودش محافظت نکرد؟ محافظ بخوابه. من کدو نگفت. چرا دیگه؟ خب دیگه کدو بهش گفتم فکر کنم. چون خودش محافظه، گاد بهش میگرسن هم سه. خب 8 نفر در بازی هستیم دوستان. با 4 رأی وارد دفاع میشن. سر صحبت دیبا زاهدی. بفرمایید. 0 رأی سام. 1 رأی بهرنگ. 1 2 3 4 5 6 7 رأی داخل دفاع. شهرام. 0 رأی حسین. 0 رأی علی.
یک، دو، سه، چهار رای. داخل دفاع مینا وحید. صفر رای شیدا خلیق. یک رای. دو نفر وارد دفاع میشن، بهرنگ علوی و علی لهراسبی. اول بهرنگ دفاع. دوستان شما چالش به من نمیدی، کلن جالبه. ببینید خانم دیبا زاهدی ادعا میکنه که اگر بهرنگ علوی مافیا نبود فرداش من میرم بیرون. این مال زمانیه که شب یکی یا دو، نه اینکه الان این تعداد بودی و هنوز سه تا مافیا تو بازیه. با فکت خودتون منو بزنین، من هیچ مشکلی ندارم. با فکت دیبا منو میزنید. من و ایشون تارگت مشترک داشتیم، یه دونه شیک هم میوسط کرد. قطعا من اگر از بازی برم بیرون امشب هم یه دونه مافیا میزنم و تمومه. ریت من از آقای درخشانی که بالاتره، از علی لهراسبی که خط بهش نمیفته بالاتره. که شهروند اگر هستین به من رأی نباید بدین، دستتون از تو جیبتون نباید در بیاد. تموم کار شهر اگر به من رأی بدین. یه نکته بگم، من به اندازه کارتم بازی میکنم، بیشتر از این بلد نیستم. اگر من بیشتر از این چالش نمیگیرم، حرفی نمیزنم، برای اینکه شب یک و دو من مافیا نده بیرون. چرا باید خودم بذارم در مزان اتهام؟ آقا سکوت کرده، خط بهش نمیفته. ایشون بلند میشه نصفشو ایتالیایی میگه با اینکه تیپ اوکراینی زده. چی به بازی اضافه کردی سام؟ بعد بلند میشه منو تارگت میکنی؟ نمیفهمم واقعا. متشکرم. خدمتتون عرض کنم بهرنگ جان، شما هم چیزی بازی اضافه نکردی ها. یعنی نه چیز خاص، نه نه هیچ. شما حرف زدن که به نظر من یه سری چیزایی که تو مافیا هست و یه سری جملات که همه حفظ میکنن و پشت سر هم دیگه میگی. شهرام شما هم تو بازی تا این آخر که خلوت شد، که یه دفعه برانگیخته شدی و شلوغ کردی، هیچ نه چالش میگرفتی نه هم گوشه نشسته بودی، اصلا هیچ صحبتی نمیکردی. من یه شهرونده به درد بخور شهرم، کارم کردم برای شهر. شما هم که گفتی تارگت من بودید، نیستی الان. اون موقع تارگت من بوده اول بازی، چه ربطی داره؟ 100% اشتباه میکنید. اگر به من رأی بدید همه باید اجماع کنیم بهرنگ بره بیرون، استعلام بگیرید. بعد اگر دیدید که من باید برم بیرون، میرم بیرون. گفتی دوربینا ضبط میکنه، ضبط میکنه، میبینم باز دیگه دفاع خاصی ندارم. متشکرم. آقای شهرام قائدی در هنگام دفاع دیسلایک دادن، حق رأیشون رو برای این دور میگیرم. بهرنگ، شهرام و علی لهراسبی نمیتونن طبیعتا در رأی گیری شرکت کنن. بقیه دوستان الان فکر کنید که به چه کسی میخواید رأی برید. به خواب نیمروزی میریم. ماسکا به چهره لطفاً. هر کس فقط به یک نفر میتونه رأی بده یا میتونه اصلاً رأی نده. کسانی که مایلن به نفر اولی که از خودش دفاع کرد، بهرنگ، رأی بدن، دستا رو بیارن بالا و نگه دارن. متوجه شدم، دستا رو بندازید. کسانی که مایلن به علی لهراسبی رأی بدن، دستا رو بیارن بالا و نگه دارن. متشکرم، دستا رو بندازید. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. ماسکا رو بردارید. نتایج رأی‌گیری. بهرنگ علوی 4، علی لهراسبی 1. بهرنگ جان وصیت کنید لطفا. شهر باخت که هیچ. متاسفم برای بازیتون و این بازی رو اتفاقا انیشتن نمیبره، این بازی رو داروین میبره. تبریک میگم به گروه مافیا. اینم میذارم به یادگار برای شهروندا باشه. با اجازتون. متشکرم. بهرنگ بدون کت به اتاق مردگان میره. سایزش عجب کتی هم پوشیده بود، واقعا خیلی خوب کتی پوشیده بود واقعا. بهرنگ آقا خدا لعنت بکنه، بی انصاف. شب اول نو مرد اقلا میری ده دقیقه بازی کنیم. شب اول برای میزنی. خب به شب شماره 3 بازی میریم. با اعلام من 5، 4، 3، 2، 1.
تاریکی در سیسیل حکم فرماست. ماسکا به چهره لطفا. کل اعضای مافیا بیدار. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. شور رو مشورت کنید، نتیجه رو به من اعلام کنید. متشکرم، متوجه شدم. بمب که تکلیفش روشن شد، انتخاب شعبده باز. متشکرم، فرصت شور و مشورت. شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. مافیا بخوابه. ماسکا کاملا به چهره چسبیده. دکتر شهر نجات امشب رو به من اعلام کن. متشکرم، متوجه شدم. دکتر بخوابه. استعلام کارآگاه. بسیار شب پیچیده و سختیه. متشکرم، کارآگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. آیا به مافیای نسبتاً قطعی رسیدی؟ از تفنگات، از فشنگات استفاده می‌کنی؟ داری؟ اصلا در بازی هستی؟ حرفه‌ای شهرامو بزن. حرفه‌ای بخوابه. تفنگدار. آیا ما فردا در سیسیل تفنگ خواهیم داشت؟ در روز آفتابی سیسیل. به دست‌های برآمده برای گرفتن تفنگ توجه و اعتماد نکنید. شما تصمیم می‌گیرید. تفنگدار بخوابه. اوشن بیدار شه به تنهایی. یاری به یارانت اضافه میکنی؟ اجتماع زیر پوست شهر رو تقویت میکنی یا نه؟ متوجه شدم. پس یاران قبلی اوشن بیدار شن. مشورت کنید اما مطلقاً راجب نقشا حرف نزنید. فقط راجب سایت ها. همین. فرصت مشورتتون طولانی نیست. متشکرم، متوجه شدم. یاران اوشن بخوابن. نفر یک دست جلو. صاحب تفنگ رو مشخص میکنم. نفر یک دست جلو. صاحب تفنگ رو مشخص میکنم. به جهت حرکت من مطلقا توجه نکنید چون من فقط حرکت میکنم که شما رو فریب بدم. مطلقا به صدای پای من، صدای صحبتهای من توجه نکنید. همه دست ها رو جمع کنید. کسی که صاحب تفنگ شده با لایک به من نشون بده که متوجه شده. با اعلام من 5 4 3 2 1 خورشید در سیسیل طلوع می کند. صبح بخیر. روی میزهاتون کماکان آب هست اما کم هست. بله خانم وحید از وان دی استفاده می کنند. معلومه که انرژیشون یکم افتاده. خیلی خوب. اما گزارش وقایع شب سوم. خداحافظی میکنیم با یک نفر. خانم دیبا زاهدی. تشویقش میکنیم. به اتاق مردگان تشریف ببرید. متشکرم.
یک فرصت استعلام دارید. استفاده میکنید ازش؟ استفاده کنید. هر کس برای خودش رای بده. به کسی توصیه نکنید. رای نیورد. خیلی خوب. سر صحبت دیباز زاهدی بود است. شهرام شروع میکنیم. پایان صحبت سام عزیز خواهد بود. شهرام جان با شماییم. چالش. خب یارانش زدند و ما منتظر این بودیم که تکلیفمون با خانم زاهدی مشخص بشه. من حق رأیم گرفته شد، ولی اگر حق رأیم داشتم حتما همین رأی رو میدادم، با این که تارگت اصلیم همچنان شمایی. من الان تکلیفم با شما تقریبا مشخصه، با حسین بسیار مشخصه. الان سامی جان دیگه الان موقعشه. من ایشون که مافیای هزار منه، ای کاش من گان داشتم و این دفعه جنگی بود باز شما رو. شهرام جان ایشون رو با اسم به ما معرفی کن. آقای لهراسبی که مافیای هزار منه، ای کاش من گان داشتم و این دفعه جنگی بود و واقعا میزدم. با احترام البته. جسارت سامی، من تکلیفم با تو روشن نمیشه. خواهش میکنم در زمان صحبت تکلیف روشن که قربون اون خندت برم اون کت قشه. آقای قائدی از شما بعید دیگه راجع به آقای لهراسبی صحبت بکنید. ایشون توی دفاعشون یه چیزی گفتن که به نظر من حدودا مشخص شد که اصلا چه کاراکتری دارن. به نظر من خیلی این حرفتون عجیب بود. من تارگتم از آقای لهراسبی ور میدارم، میذارم روی شما و آقای درخشانی. آقای درخشانی رو که من دو سه شبه دارم، برام نمیدونم، البته به اوشن هم حق میدم، ولی من خوشحال میشدم. یعنی دوستان من از این که به من شک میکنی دوست دارم که فکت بگین. خب چون من معتقدم عمیقا دارم با شهر بازی میکنم. اینو واقعا با رای دادنم، با فکت هایی که اووردم سعی کردم بهتون بفهمونم. اینکه من میشم شک امروز شما بر من یکم عجیب میشه. من از آقای لهراسبی دند عقب میگیرم، آقای درخشانی و آقای قائدی به خاطر تارگت عجیبشون رو آقای لهراسبی. به نظرم امروز سام عزیز رو تو روز بدیم بیرون. با اینکه تو سام منی و هیچ شعبه دیگه ای هم نداری، ولی مجبوریم دیگه الان. سام واقعا کاریش نمیشه کرد. به نظرم دوستم نداشتم این کار بکنم، ولی دیگه الان مجبورم. من بازیم با شماست، بازیم با شماست، ولی بازی با این که شما برای خونسا کردی هنوز تو این فیلی بر من، هنوز اینجایی. اشکالی نداره، با هم کاری نداریم که. نه اشکالی نداره، یعنی اصلا نه دعوایی نیست، میگم اصلا نه جپه بگیر، اتفاقا تو هم به اضافه کن. من الان با این دو نفر کار دارم. میدونی چی بهت میگم؟ با این دو نفر کار دارم. اگه شهری با ما بازی کن. چالش بفهم. چالش رو میتونم جواب تو رو بدم. ببین شما تو لب پرتگاه رفتی و زودیگاه کم بیرون بود، وگرنه من هزار ولت نمی کردم که سیایی. بیرون بود و تو لب پرتگاه رفتی و با همین ایمان میگم که تو شهری. پس شهری، شهری برای اینکه تو لب پرتگاه رفتی و اشاراتی کردی که منو مطمئن کردی که شهری. چون زودیاک، ببین اگه زودیاک بیرون نبود من رو مستقل بازی ولکنت نبودم حسین. الان منو تولید میکنی؟ همین الان بابا تولیدی هم باشه الان بسته است. منو تولید، تو اینجای بازی چیکار به من داشتی که یهو الان تولید میکنی؟ نه اینجوری نیست، نه بازیو نچرخون. بعد منو سامیو میذاری تو یک ردیف؟ اصلا خدایا مگه میشه یه نفر از این ور کشور، یه نفر از اون کشور شمال و جنوب؟ خیلی داری مشکوک بازی، نه مشکوک بازی نمیکنی یا شهری که داری خیلی نمیخوام از اون واژه استفاده کنم تبر بازی میکنی. آقا ایشون پلود نشسته، به روند بازیش فکر کن. اون بمب گذاشته جلو خودش و مافیا میتونه باشه. شک شما الان که دیگه اصلا شکم به فراوان میشه. خدمت درس کنم که خب دیگه آخره بازیه. فکر میکنم شما، من که با شما بازی میکنم، با شما بازی میکنم، رو هر دو عزیز هر کدوم رو رأی بدید منم رأی میدم پشت دستتون بازی میکنم. شهرام 100 مافیای منی، 100 خیلی جورتر از سامی، 100 مافیا من. من فکر میکنم که اگر شما هم با ما بازی کنید لطف کردید به این جمع که بتونیم زودتر یه مافیا رو بدیم بیرون. من فکر میکنم من الان اجماع میکنم رو هر کدوم اجماع کنید، ولی من میگم شهرامو تو روز بدیم بیرون،
و مافیا نبود منو بدید بیرون. فرق نمی کنه اگه سامیرم اجماع کنیم میام. اولا من میخوام یه توضیح بدیم به من واقعا کلاس آموزشی ها چطور میمونه جلوی من محافظ میاد خونسا میکنه شما میگی شاید شما هم همینطور میگی تقریبا بعد ایشون که رو من شاید میگیره میگی چطوری مینا جلوش خودت گفتی تقریبا آقای قائدی شما گفتی تقریبا این تقریبایی که گفتی بر من عجیب بود ایشون که گفت عجیب تر شد ببینین من نمیدونم آقای لهراسپی چی گفت که فکت بود حتما حواسم نبود الان چون بم جلوم بود با جرأت دارم میگم چی بود خب ولی از ابتدا به ساکن آقای قائدی دارم در جور کسی دیگه صحبت میکنم آقای درخشانی بر من زیر سوال بود پر از علامت سوال بود شما بلند شدی سام منی گفتی من گفتی سام منی من رو سفیدی شما گفتم رو شما استاپ میدم الان بلند شدی میگید ایشونه من از اول ایشون بود با حرفی که آقای درخشانی بود شما هم که اومدی دیگه گفتی من میگم برای اینکه اطمینان داشته باشم الان آقای لهراسپی رو نمیدونم حالا شما میگین من توضیح بدین آقای درخشانی رو من الان هستم بعد میریم روی کس دیگه ایشون رو ولی الان صد هستم من روی صحبت هم با شما دو عزیزه خانم وحید رو فعلا رهاش بکنین آقای قائدی هم من میگم فعلا رهاش بکنین آقای درخشانی به عقیده من انتخاب درست تریه خب شک نکنید فردا راحت تر میشه راجع به آقای قائدی صحبت کرد من خانم وحید اصلا در ذهنم نه یعنی من فکر کنم تنها کسی که متوجه سفیدی آقای لهراسپی بشه شما باشی من این باعث تعجبم میشه ولی من شما رها میکنم خواهش میکنم رأی امروز آقای درخشانی باشه فردا راجع به آقای قائدی و خانم وحید صحبت میکنه تمام شد نفر آخر سام خب خانم شیدا من اصلا در مورد تو که اصلا نمیدونم حسین اصلا تکلیفت معلوم نیست شتر مرغی میگن آقا بار ببر میگی نه من مرغم بعد میگن آقا تخ بذار میگی نه من شترم تکلیف خودتو روشن کن ما بالاخره یار تو هستیم یا نیستیم یه دفعه دقیقه 90 چی شد یه دفعه پیچیدی از ما رفتی یه سمت دیگه بدون حرف و هیچ کلامی چقدر بد داری بازی میکنی اگه شهری اینا هم از آب گلالود ماهی بگیرن دیگه خانم شیدا شما میگی که من با فکت بازی میکنم فکت در مورد من چی بوده باز خانم چیز خانم وحید مثلا باز خانم وحید میگه من گیجم حالا همین جوری یه دونه تارگتی میزنم از رو گیجی شما چی؟ شما که میگی من فکت میارم فکتتون چی بوده؟ الان که دیگه فرصت هم ندارین صحبت از فکتتون بکنین که ماشالله جلو جلو هم چالشاتون رو میگیریم فردا؟ هنوز امید داریم فردا باشین؟ نه خیر فردایی وجود نداره برای شما خانم اینجا نشستیم میگی منو بکنیم بیرون اونو بکنیم بیرون بعد حالا اگه فردا چیز شد نه خیر اینجوری که شما میبرین که مافیا که حسین بعد بازی نکن متشکرم جان من شهر بی خودی شهر رو به هم نریز متشکرم دو تا مافیا داریم دو تا مافیا رو پیدا کنیم بنزیم بیرون ممنونم بریم برای رای گیری با 6 نفر دوستان با 3 رای و بیشتر وارد رای گیری خواهند شد سر صحبت شهرام بود از شهرام شروع میکنم شهرام قائدی 0 رای حسین 0 رای علی لهراسپی 1 رای مینا وحید 0 رای شیدا خلیق 2 رای سام درخشانی 4 رای داخل دفاع تک دفاع آقای سام دفاعیتون رو میشنوید خدایا راستشو بخواین این شهر لایق باختن بود من میرم از بازی بیرون شهرم میبازه اصلا مهم نیست همین که تا الان بودم من نه ادعای باهوشی میشه نه چیزی میام اینجا که خود بانمک بازی در بیاریم بی خود بلکه تماشاچی ها حال کنن بخندن ولی
رفتیم و دیگه این شهرم دست شما مافیا. حالشو ببرید. خیلی ممنون. متشکرم. بیستی. آه بله. رای گیری برای شما کماکان ادامه داره. از میانه ته ماجرا وقتی یه چهار نفر این نفر رای میانه، این دو نفر توش مافیاست دیگه. با مزه ها. متشکرم. صحبتتون دیگه تموم شد. از میان پنج نفر باقی مانده، اگر سه نفر معتقد باشند که آقای درخشانی باید در این لحظه ما رو ترک کنن، ایشون به اتاق مردگان میرن. بعد از اعلام من خیلی روشن و مشخص بدون تأخیر لطفاً رأی بدید. یک، دو، سه. چهار رأی وصیت شما رو میشه. وصیتی ندارم، حرفه رو گفتم. دم شما گرم. متشکرم. تشبیهشون کنید. به اتاق مردگان میرید. به شب شماره چهار میریم، اما با نبودن زودیاک. ماسکا به چهره. با اعلام من پنج، چهار، سه، دو، یک. دست سیسیل شب میشود. کل اعضای مافیا بیدارشن. فرصت شور و مشورت. شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقشدار بعد از آلکاپون. متشکرم. متوجه شدم. انتخاب شعبده باز. فرصت شور و مشورت نهایی برای اعضای مافیا. کل اعضای مافیا بخوابن. ماسکا به چهره. متشکرم. دکتر بیدار شه. نجات امشب رو به من اعلام کنه. دکتر بخوابه. استعلام کاراگاه. متوجه شدم. کاراگاه بخوابه. حرفه‌ای بیدار شه. در بازی هستی؟ تیری داری؟ شلیک میکنی؟ به من اعلام کن. شاید سرنوشت کل این بازی به یک شلیک تو وابسته باشه. به من اعلام کن. کمی فکر کن. کمی فکر. بیدار شو. متوجه شدم. بخوابید. اوشن به تنهایی بیدار شه. آیا یاری به یارانت اضافه میکنی؟ آیا اجماع شهروندان آگاه زیر پوست شهر رو قوی تر میکنی یا نه؟ به من اعلام کن. متوجه شدم. یاران سابق اوشن بیدار شن. شور و مشورت، اما طولانی نیست. متشکرم. یاران اوشن بخوابن. ماسکا به چهره. با اعلام من پنج، چهار، سه، دو، یک. روز می شود. حیف نرم سراغ گلا. خیلی لحظه جالب و جذابیه.
گل برای شما من. بمب روی شما کار نکرد اما مسئولیت همیشگی نیست. تشویقشون کنیم. دوستان چهار نفر در بازی هستید. آیا میخواید از تک فرصت استعلامتون استفاده کنید؟ بله رأی میاره با چهار رأی. توی بازی رو میگم. در شهر سیسیل تا اینجای بازی دو شهروند و دو مافیا، مافیا برنده بازی. حس میکنم حساس شدم نسبت به افراد.